ات شام تاریک ما را سحر کن. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. فرامرز فروزنده هستم و در دوره جدیدی از فعالیت‌های خودم در این تلویزیون در خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه مرغ سحر که پخش اون از این هفته در تلویزیون اندیشه آغاز می‌شود با برنامه امروز، برنامه است فعلا در هفته به مدت دو روز، آن هم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5:30 بعد از ظهر و دوشنبه ها از ساعت 7 تا 8:30 شب از تلویزیون اندیشه پخش می شود و بازپخش این برنامه ها به ترتیب روزهای چهارشنبه 6:30 تا 8 صبح و جمعه 6:30 تا 8 صبح خواهد بود. البته قرار است در آینده بعد از زمین سازی های لازم برنامه دیگر به این بر به جای یکی از این مرغ‌های سحر بنشینه به نام برنامه گذر از روحانیت. فعلا تا انجام زمینه‌های لازم به ویژه زمینه‌های فکری لازم پخش اون برنامه رو به تأخیر می‌ندازیم تا زمانی که من و آقای درمانی بتوانیم نقطه نظرهایی رو که برنامه باید تعقیب بکنه به سرانجام برسونیم و به توافق‌های اصولی در این زمینه برسیم. اما اجازه بدید خیلی به اختصار به شما بگم که چطور شد دوباره در اندیشه من ظاهر شدم. گفتگو در مورد آغاز این برنامه، حالا با هر نامی که باشه، با ناباوری و شاید عدم تمایل من از یک سو و بعد از اینکه ماجرای مذاکرات آغاز شد با اصرار و ابرام آقای نادر درمانی از سوی دیگه از 4 ماه پیش آغاز شد. وقتی برای اولین بار دوست فرهیخته‌ای که سبب شده بود این رابطه برقرار بشه به من گفت، من به آقای درمانی پیشنهاد کردم که برای این فکری که مطرح میکنه تنها کسی که میتونه فکر رو به سامان برسانه فلانی است و ایشون هم مخالفتی نکرده. من به اون دوست بسیار فرهیخته خودم گفتم دوست من، آیا مطمئن هستی که وقتی این صحبت ها رو با آقای درمانی کردی مشروب نخورده بودی، خسته نبودی، در حالت طبیعی بودی؟ گفت نه، من میدونستم چی میگم. به هر حال شروع شد و کنفرانس کارهای متعددی رو ما داشتیم، صحبت‌های 2 نفره متعددی رو داشتیم و بالاخره نادر درمانی مثل همیشه موفق شد که حرف خودش رو به کرسی بنشونه و امروز در خدمتتون هستم. شخصا از این که در خانه‌ای هستم که در تأسیس اون نقش تعیین کننده و اصلی رو به همراه نادر درمانی داشتم بسیار خوشحالم و قدر این محبت رو میدانم. اجازه بدید بگم که دلبستگی آقای درمانی به این برنامه تا به اونجاست. من امیدوارم که ایشون در آینده از این دلبستگی سرخورده نشن. تا اونجاست که موسیقی متن برنامه رو ایشون انتخاب کردند، بالاتر از اون عنوان برنامه رو ایشون انتخاب کردند، تصاویر مربوط به بخش ظالمان قضیه در این لوگو توسط ایشون انتخاب شده، لوگو رو نهایتاً ایشون تایید نهایی روش گذاشتند و قسمت اول تصاویر در واقع از من بود. وظیفه خودم میدونم از آقای پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه که در اجرای نظرات آقای نادر درمانی نهایت کوشش رو کردند به سهم خودم سپاسگزاری بکنم، چرا که تلویزیون اندیشه با برنامه‌های متعددی که داره
در اون پیدا کردن وقت برای اجرای برنامه، اونم برنامه تازه‌ای که اضافه بشه به این مجموعه عظیم برنامه‌ها، کاریست بسیار بسیار دشوار. و آقای پرویز کاردان با صمیمیت و جدیت این کار رو به انجام رسونده است. کار به ثمر رساندن لوگوی برنامه از آقای علی است که اجازه بدید چون فامیلشون نمیتونم بگم، خودم به ایشون یه نام فامیل بدم، آقای علی اندیشه این کار کردن. از آقای رضا کیهان که امور فنی تلویزیون رو اداره میکنند و مدیریت میکنند سپاسگزارم از حمایت‌های فنیشون، همینطور از کارگردانان فنی برنامه‌های روزهای یک شنبه که آقای امین درخشان هست و روزهای دوشنبه که آقای بهروز مسکینیار هم هستند، جا دارد که سپاسگزاری کنم. به ویژه متاسفانه من اجازه ندارم نام رو ذکر بکنم، از دوست ارجمندی که همطور که عرض کردم 4 ماه پیش سبب شد این رابطه مجدد من و آقای درمانی دوباره برقرار بشود. ضمن این قطع و وصل شدن های رابطه، در 2 مورد اعتقاد من در مورد نادر درمانی هرگز تغییر نکرده است. 1. به عنوان کسی که با او سالها کار کردم، او مردی است که به قراردادهای خودش احترام میگذاره و مهمترین ویژگی او در بین همه صاحبان تلویزیون ها و مدیران تلویزیون های بخش خصوصی در لس آنجلس این است که باید این رو بگم، پرداختهای او حتی 1 روز به کادرش عقب و جلو نمیشه. 2. ممکن است که به نظر من نظرات نادر درمانی در بعضی از موارد درست نباشه، اما آقای نادر درمانی در بیان خودش، نظرات خودش و آنچه که میگوید آدم راستگویی است و میتوانم به صداقت او در بیان و رفتار شهادت بدم. و اون دوست ارجمند رو که بارها از ایشون خواستم اجازه بدن اسمشون رو بگم، جا داره ازشون تشکر بکنم. همینطور من از حمایت گروهی از فرهیختگان جامعه ایران برخوردارم. وقتی سخنرانی آقای ترامپ انجام شد، من در گیر و دار سفر هوایی بودم و نمیتونستم سخنرانی رو گوش بدم. یکی از دوستان ارجمند من که امیدوارم همکنون برنامه رو نگاه بکنند، بانوی فرهیخته‌ای که استاد دانشگاه هستند، در رشته بودند، استاد بازنشسته تمام وقت بودند در رشته های کامپیوتر و الکترونیک، ایشون وقتی فهمیدند که من در واقع نوت رو نتونستم مستقیما نگاه بکنم، هم متن انگلیسی رو برای من فرستادن، هم با تحمل بیخوابی متن کامل ترجمه رو در اختیارم قرار. به هر حال ممنونم از همه این دوستانی که در برنامه‌های آینده شما اونها رو خواهید دید و از حضورشون در برنامه‌های مرغ سحر استفاده خواهم کرد. اما اجازه بدید این برنامه رو که بعد از چند دقیقه با محتوای کاملا سیاسی در رابطه با سخنرانی 13 همین ماه، یعنی 13 اکتبر، آقای ترامپ در زمینه پرونده هسته‌ای ایران و رابطه با ایران ادامه پیدا خواهد کرد، به بانوی تقدیم کنم که چندین دهه در کنار من زندگی کرد. او حامی اصلی مالی و فکری و منتقد اصلی همه کارهای رادیویی، تلویزیونی و روزنامه‌نگاری من در تمام این سالها بود. تنها منتقدی بود که وقتی نقدش بوی شدیدی نداشت، من شب خواب رو راحت انجام میدادم و به بستر میرفتم. بی‌رحم بود اما مهربان، سخاوتمند بود اما دقیق. او همسرم بود. حوشین فربخش، 27 آگست، به دنبال یک شب خوش، بنگام که در بستر خوابیده بود با سکته قلبی درگذشت
این برنامه رو به او تقدیم میکنم. نرجمند، تصادف سبب شده است که اولین برنامه مرغ سحر درست 48 ساعت بعد از انجام میشود گفت مهمترین سخنرانی یک رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از زمان برقراری جمهوری اسلامی در ایران در واقع همزمان بشه، با هم این فاصله زمانی رو داشته باشند و شاید یکی از اولین برنامه هایی باشه شاید در تلویزیون اندیشه که به این مطلب میپردازد. و من در اجرای این برنامه این بخت رو دارم تا یکی از شخصیت های ارزنده ای رو که سالها در این زمینه مطالعه کرده، یک شخصیت ارزشمند دانشگاهی که نقطه نظرهای متفاوتی هم در رابطه با برخورد ایالات متحده آمریکا و جهان با مسئله برجام دارد، در واقع مهمان من باشند در این ساعت در تلویزیون اندیشه. شخصیتی که فکر میکنم همه اونهایی که اهل برنامه های سیاسی هستند، همه اونها برنامه های مربوط به انرژی هسته ایران رو تعقیب کردند، با چهره ایشون و صحبت های ایشون و طرز برخورد ایشون آشنا هستند و همینطور مقالات ایشون، نکات ایشون در صفحه فیسبوک و یوتیوب بینندگان بسیار زیادی داره و خوانندگان متعددی داره از جمله خود من. خانم ها، آقایان، دکتر، ببخشید، جناب آقای دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه USC. خیلی خوش آمدید. خدمت شما جناب فروزنده و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. ایسولید اول فوت همسر گرامی شما رو تسلیت بگم. از دیروز که من مطلع شدم باور کنید از فکر من بیرون نرفته. من خدا شاهده شب سردرد گرفتم و امروز صبح با خانم راجع به همین موضوع صحبت میکنم. به هر حال انشاءالله روح ایشون قرین رحمت باشه، به شما هم صبر داده بشه و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. دکتر سهیمی، برنامه امروز به نظر من برنامه بسیار بسیار مهمیه و البته من قصد ندارم که، ببخشید خیلی ساده بگم، من قصد ندارم سرتای برنامه رو هم بیارم. یعنی اگر گفتگومون طول بکشه، چون قصدم هم این هست که با اینکه من نمیدونم برنامه مدت کوتاهی معلوم شد که در این روز و این ساعت پخش میشه، خوشبختانه تلویزیون آگهی‌هاش هم اطلاع رسانی کرده، ولی من نمیدونم در این ساعت در روز اول ما چقدر بینندگان علاقمند داریم و اگر گفتگومون طول بکشه من ابایی ندارم که اگر شما فرصت داشته باشید فردا هم از شما دعوت بکنم در ساعت 7 شب در ادامه این گفتگو با هم باشیم و شاید تعداد بیشتری از بینندگان رو هم بتوانیم دعوت بکنیم که همراه ما مشارکت بکنند و ما تنها در واقع از دو سوی قضیه به قاضی نرفته باشیم. اول یه نکته رو عرض کنم و بعد صحنه در اختیار شماست. من یک ایرانی خالص نیستم، من یک ایرانی آمریکایی هستم. از نظر من اون بخش آمریکایی من، آقای ترامپ رئیس جمهور بسیار بدی است. عملکرد 10 ماهه گذشتهش هیچ جنبه مثبتی نداره. به طور کلی ایشون داره فوبیای اوباماست و قاعدتا هر اقدامی که اوباما کرده، اوباما زدایی بخشی از کار ایشونه. اما ما امروز صحبتمون در مورد شخصیت داخلی ایالات متحده آمریکا نیست و حقیقت چه بخواید، سخنرانی اعلام مواضع روز 13 اکتبر ایشون 48 ساعت قبل برای خود من بسیار شگفت آور بود. این سخنرانی داره پیچیدگی های بسیار زیادی است. سخنرانی است که فوق العاده دقیق طراحی شده. من فکر نمی کنم این از اون سخنرانی هایی است که به راحتی نوشته باشن و جلوش قرار داده باشن و این کار زیادی روش شده. جنبه هایی داره که مخالفین رژیم جمهوری اسلامی نمیتونن از کنارش بگذارن و جنبه هایی داره که مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خود جمهوری اسلامی رو به فکر میاندازه. بنابراین بسیار خوشحالم و مفتخرم که امروز
شما حضور دارید و در خدمتون قضیه رو باز میکنیم و با اجازه شما من جاهایی که نظرم یا در تایید نظر شما باشه یا مخالف نظر شما باشه نظرم رو باز خواهم کرد، برای اینکه فکر میکنم این لحظات لحظات تعیین کننده است برای ما و لحظاتی است تاریخی که روزها و ماهای آینده در گروه تشخیصی است که در برخورد با این مطلب ما من در خدمت خواهش میکنم. ببینید صحبت‌های آقای ترامپ رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. یه بخشش اونجایی بود که راجع به خود نظام جمهوری اسلامی صحبت میکرد، خب نظام جمهوری اسلامی حقوق مردم رو از بین برده، ظلم کرده، جنبش سبز رو که ایشون اسمش رو انقلاب سبز گذاشتن سرکوب کرده و اینا. خب در این مورد ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی چیکار کرد، یعنی بر هیچ کسی که پنهان نیست که در عرض 40 سال گذشته در ایران چه اتفاقی افتاد. ولی در عین حال من میخوام این نکته رو اینجا عرض کنم که همونطور که شما گفتید ما با آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور در داخل آمریکا کار نداریم، ایشون فعلا رهبر آمریکا هستن و این مواضع رو میگیرن. و اگه بخوام اینجوری به این قضیه نگاه کنیم، خب اون وقت باید بگم باید خدمتتون عرض کنم که با وجودی که حرفای ایشون در مورد به اصطلاح ماهیت جمهوری اسلامی تا حد زیادی درست بود، ولی در این حال نمیشه این رو فراموش کرد که همین نظام سیاسی آمریکا و همین رئیس جمهور حامی رژیمی مثل عربستانه که شاید بدترین رژیم دنیا باشه، از جنگش در یمن حمایت میکنه، دو سال و نیم حمایت میکنه که در اون هزاران نفر کشته شدن به خصوص بچه ها، از رژیم های عربی حمایت کنه. بنابراین اینی که ایشون بیاد و برای به اصطلاح صحبت ها یا مواضع یا جنایاتی که جمهوری اسلامی در ایران کرده صحبت کنه از نظر من زیاد اهمیت نداره. من به این چیزا گفتم، یعنی برای من این چیزا، چون به نظر من ایشون اصولا در جایگاهی نیست که بخواد از این صحبت ها کنه. بخش دوم این صحبت ایشون رو از نظر من اونجایی بود که برای اینکه خروج آمریکا رو از برجام، خروج احتمالیش از برجام توجیه کنه، دلایل متعددی می آورد که می گفت و دلایلش این بود که جمهوری اسلامی در فلان تاریخ این کاری کرده، در فلان تاریخ اون کاری کرده و اینا. اولا اشتباه آقای ترامپ و طرفدارای ایرانیش اینه که فکر میکنن برجام یه معاهده دو طرفه بین ایران و آمریکاست. اینطور نیست. برجام یک معاهده بین‌المللیه که بین جمهوری اسلامی و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان امضا شده. بنابراین هیچ کشوری، نه ایران، نه آمریکا و نه 5 کشور دیگه، نمیتونن به طور یک جانبه برجام رو لغو کنن. چون آقای ترامپ در صحبتشون گفت اگر اینطور نشه برجام لغو میشه. و در حقیقت آقای خانم فدریکا موگرینی چند دقیقه بعد از صحبت آقای ترامپ در اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی این رو صریحا گفتن برجام این معاهده دو طرفه نیست که آمریکا بخواد خودش لغوش کنه. آمریکا میتونه از برجام خارج بشه و اگر خارج شد اون خارج شدن چه تبعاتی خواهد داشت، ولی نمیتونه برجام رو به خودی خود لغو کنه. و اون وقت البته در این مورد که دلایلی که ایشون میورد که جمهوری اسلامی اینه 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 و بنابراین ما به این دلیل نمیخوایم این مسیر رو ادامه بدید، البته به نظر من در اون صحبتی که کردن که جمهوری اسلامی به فلان گروه کمک کرده، در فلان جا بوده، در فلان عملیات تروریستی بوده، اینها رو من قبول ندارم. بذارین که همش دروغ بود. من این رو در یه مقاله که دیروز صبح منتشر کردم، تمام اینا که از نظر من دروغ بود رو با سند و مدرک معتبر گذاشتم، هر کی میخواد میتونه بیاد بحث کنه. قسمت سوم صحبت‌های ایشون اونجایی که خیلی خوب، حالا که اینجوری شده ما از اینجا به بعد میخوایم چیکار کنیم، مسیر چیه. با عدم تایید وفاداری ایران به برجام، کاری که آقای ترامپ کرده اینه که در واقع این موضوع رو به کنگره آمریکا واگذار کرده. کنگره آمریکا هم 60 روز فرصت داره که تحریم‌هایی رو که در اثر امضای برجام لغو یا معلق شده بودن رو دوباره برقرار کنه. اگر در از اون 60 روز کاری نکنه، اون وقت ایران میتونه به کمیسیون شکایات نکنه
به اصطلاح اون تحریم‌ها رو دوباره برقرار نکنه، خب معلومه که این برجام کجدار و مریض ادامه خواهد داشت. اگر سعی کنه که دوره برقرار کنه، وقت ایران میتونه به کمیسیون شکایات برجام که متشکل از 7 کشور هستن شکایت کنه و این شکایت در عرض 30 روز باید مورد بررسی قرار بگیره. اگر در پایان اون 30 روز آمریکا موضعش رو عوض نکرد، معنیش اینه که آمریکا از برجام خارج شده. حالا آیا اینکه کنگره در حال حاضر میخواد که تحریم و دوره برقرار بشن یا نه، این موضوعی است که به نظر من مهمترین موضوعی که باید مورد بحث قرار بگیره. تا اونجا که من میدونم در حال حاضر کنگره چنین قصدی رو نداره. اینا کاری که میخوان بکنن اینه که از این موضوع به اصطلاح برقراری دوباره تحریم استفاده کنن تا به کشورهای اروپایی که از ایران در این مورد کاملا حمایت کردن و خود جمهوری اسلامی فشار بیارن تا دوباره وارد مذاکرات بشن و بخشی از برجام رو به اصطلاح مورد مذاکره قرار بدن و تغییر بدن. اون بخشی که آمریکایی‌ها می‌خوان تغییرش بدن به اصطلاح اون بخشی است که به اصطلاح بهش میگن غروب آفتاب. غروب آفتاب یعنی اون مرحله‌ای که تمام محدودیت‌هایی که رو برنامه هسته ایران گذاشته شده بعد از 15 سال یا بخشش بعد از 25 سال از بین خواهد رفت و ایران هیچ گونه محدودی در برنامه هسته‌ای خود نخواهد داشت. اونطور که در کنگره گفته میشه و آقای ترامپ هم مطرح کرد، قصد اینه که اون رو دائمی کنه. جمهوری اسلامی گفته که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد مذاکره در این مورد بشیم. اروپایی‌ها گفتن برجام باید سر جاش بمونه ولی میشه توافق‌های مذاکرات دیگه‌ای انجام داد راجع به مسائل دیگه. مسائل دیگه که مطرح میشه برنامه موشک‌های بالستیکی ایرانه و مسئله دخالت ایران در عراق و سوریه و جاهای دیگه. بنابراین موضع اروپایی‌ها اینه که برجام رو باید حفظ کنیم ولی در مورد اونها میشه وارد مذاکره شد و با ایران میشه وارد مذاکره شد. اگر جمهوری خواه بخوان تحریم‌ها رو دوباره برقرار کنن بدون اینکه با کشورهای اروپایی به توافق برسن قادر نخواهند بود کار موثری انجام بدن، چون تا زمانی که اروپا از تعهدات خودش در قبال برجام سر نزده باشه و تا زمانی که جمهوری اسلامی هم از تعهدات خودش در قبال برجام سر نزده باشه برجام خواهد بود، چه آمریکا باشه چه نباشه. ولی اگر اروپایی ها حاضر باشن در این مورد با آمریکایی ها حاضر باشن در این مورد با اروپا به اصطلاح امتیاز بدن، صحبت کنن، همگام بشن، اون وقت این راهی وجود داره که بشه در مورد مسائل دیگه با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد در این اینکه برجام رو حفظ کرد. در کنگره آمریکا و سنا هم ایران دست کم دو گروه وجود دارند. یه گروهی هستن که میگن فعلا برجام رو همینجوری باید ادامه بدیم. گروهی هستن که میگن نه، ما باید بهشون بگیم یا اینا باید عوض بشه یا اگه عوض نشه ما تمام تحریم‌ها رو دوباره برقرار می‌کنیم و اگر اختیار دست کسایی مثل سناتور تام کاتن باشه که سناتور ایالت آرکانزاس هستن، جمهوری خواه هستن، ایشون در سخنرانی که در شورای روابط خارجی در نیویورک یه هفته پیش کردن گفتن ما به ایران فرصت میدیم که قبول کنه که به اصطلاح این محدودیتی که بعد از 15 سال اینا هست دائمی بشه. اگه قبول نکرد ما میریم باید بریم و تاسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران کنیم. و اگه بمباران کردیم اینا دوباره ساختن دوباره بمباران کنیم. اونقدر باید بمباران کنیم تا اینا بفهمن که به اصطلاح موضوع جدیه و این موضوع رو قبول کنم و مذاکره کنم. این یه گروه دیگه البته به این تندی صحبت نمی‌کنه، ولی اینکه حالا این دو گروه چجوری بتونن با هم دیگه توافق کنن در این حال بتونن اروپا رو با خودشون همراه کنن اون یه موضوع دیگه است. آقای امانوئل ماکرون که رئیس جمهور فرانسه هستن گفتن برجام باید حفظ بشه ولی در مورد مسائل دیگه هم باید با ایران ما وارد مذاکره بشیم. خب اگر این اتفاق بیفته که من اصلا اتفاق خوبی خواهد بود، خب برجام رو حفظ کنیم در انحراف با جمهوری اسلامی در مورد چیزهای دیگه هم مذاکره کنیم. این که جمهوری اسلامی حاضر باشه به عنوان مثال در مورد برنامه موشکیش وارد مذاکره بشه روشن نیست برای من، به خصوص با توجه به این که آمریکا بعد از فقط 2 سال میخواد تمام تعهدی که در مورد برجام داده رو دوباره زیر سوال قرار بده. در این حال این مسئله تبعات دیگه هم داره، بدانید که همینان آمریکا در مورد همین برنامه هسته‌ای با کره شمالی هم درگیره. منتها با این تفاوت که برخلاف ایران که هیچ گونه سلاح هسته‌ای نداره، کره شمالی تا حدود 60 کلاهک هسته‌ای داره. و نه تنها 60 کلاهک هسته‌ای داره، بلکه موشک‌هایی رو داره که دست کم اون رو تا
بخش های از سرزمین های آمریکا که در اقیانوس آرام هست مثل گوام و جای دیگه تا اونجا میرسن و یا متحدان آمریکا در اون منطقه مثل کره جنوبی و ژاپن رو میتونه حمله کنه ببینن. و بنابراین سوال اینه که این موضعی که آقای ترامپ در مورد برنامه هسته ایران به خصوص با توجه به برجام گرفته نتایجش برای کره شمالی چی خواهد بود؟ شما اگه خودتون جای کره شمالی بذارید، صفر از اینه که اصلا راجب رژیم کره شمالی چی فکر میکنید؟ شما خودتون بذارید جای رژیم کره شمالی. این رژیم هر چی باشه میخواد بقا داشته باشه. خیلی خوب، اینا اگه میخوان بقا داشته باشن نگاه میکنن به دوران خودشون، میخوان ببینن ببینن چه اتفاقی افتاده. عراق برنامه هسته‌ای نداشت، حمله شد و میدونیم چی بسرش اومد. لیبی برنامه هسته‌ای شد و شروع میکرد ولی قبول کرد متوقف کنه، تمام تجهیزاتی هم که خریده بود تحویل غرب داد، مورد حمله قرار گرفت و لیبی نابود شد. لیبی به عنوان کشوری که قبل از سال 2011 وجود داشته دیگه وجود نداره. ایران یک برنامه هسته‌ای داشت که حالا بحث بر سر این بود که آیا واقعا می‌خواستن بمب بسازن. اون به هر حال آنچه که مسلمه ایران در این مورد وارد مذاکره شد و قبول کرد برنامه هسته‌ایشو به مقدار زیادی محدود کنه و حالا به قول معروف آمریکا دوباره زیرش زده. برای اگه شما این رو بخواید این موضوع رو بخوام با رهبران کره شمالی در نظر بگیرید، خب رهبران کره شمالی نگاه می‌کنن ببینن چه اتفاقی افتاده و این برای مسئله بین آمریکا و کره شمالی هم خیلی مهمه. در این حال این اولین بار در تاریخ آمریکا است که یه رئیس جمهور آمریکا میاد و یک توافق رو با یک کشور به صورت بین‌المللی امضا میکنه و بعد رئیس جمهور بعدی میاد در سازمان ملل میگه که این توافق که این به صورت کسی که قبل از امضا کرده مایه شرمساری آمریکا است و قبول ندارم این موضوع. خب این موضوع همه قابل بحث هستن. ببینید جناب دکتر سعیمی، شما در شروع فرمایشات خودتون به یک نکته تأیید کننده در صحبت‌های آقای ترامپ پرداختید و فرمودید که مسائلی که ترامپ در مورد ظلم و ستم جمهوری اسلامی بیان می‌کنه، نقض حقوق بشر و این نوع خلاف‌های جمهوری اسلامی تازگی نداره و اینو ما خودمون هم می‌دونیم. اگر ما همه این رو میدونیم، چون فرمایشاتون بخشای مختلف داره باید به تک تکش پرداخت بشه، فارغ از این که دونالد ترامپ کی هست، ما به عنوان، چون من بارها در برنامه های خودم از شما شنیدم که شما علاقمندید همین فردا جمهوری اسلامی از بین بره نباشه، حالا شما همینطور آرزو من این که من خواب بیدار شدم و جمهوری اسلامی نباشه. بسیار. حالا یه همچین آدمی پیدا شده و آمده با قید همه احتیاط هایی که در حرف های او باید کرد داره این صلاح رو در میده که آقا به نظر میرسه زمانه، یعنی این حرف هایی که این میزنه مجموعه رو کنار هم قرار بدیم و با توجه به مقاومت های جمهوری اسلامی که فرمایشتون کاملا درسته، اگر جمهوری اسلامی تن بده که برنامه‌های موشکی خودش رو کنار بگذاره، زمینه لیبی شدنش کاملا فراهمه، زمینه عراق شدنش کاملا فراهمه. بنابراین اونها این بازی رو خوندن. بسیار خوب، این وسط مردم چطور میشن؟ مردم در کجا باید بیستن؟ ما یک رئیس جمهوری رو داریم در آمریکا که در حال حاضر پایین‌ترین نرخ محبوبیت رو در آمریکا داره، اما به نظر میرسه که این رئیس جمهور علارغم همه حرفایی که میزنه اهل آغاز جنگ نیست. یعنی مجموعه شرایط در آمریکا بهش اجازه شروع جنگ رو نمیده. نمیدونم شما معلوم نیست آقای فروزنده. ببینید قبل از اینکه آقای ترامپ انتخاب بشه، من حتی یادم که در یکی از برنامه‌های شما این موضوع رو گفتم صرف نظر از مسائلی که ایشون در مورد مسائل داخلی آمریکا مطرح کرده و موضوعی که در مورد چیزای موضوع مختلف گرفته، به نظر میرسه مواضع آقای ترامپ همونطور که شما فرمودید اینه که میخواد از جنگ در خاورمیانه اجتناب کنه. ایشون بارها گفتن جنگ سوریه جنگ ما نیست، ما نباید عراق میرفتیم، افغانستان اینجوری اینا، ولی هم با که به ریاست جمهوری اسلامی اینجور نبوده. چرا؟ به دلیل اینکه به نظر من هر کسی که رئیس جمهور آمریکا بشه با هر موضعی وقتی که وارد کاخ ریاست جمهوری شد باید رهبری نظام سیاسی اقتصادی نظامی این کشور رو در دست بگیره و این نظام
برای خودش در سراسر جهان یه سری منافع برای خودش قائله که برای رئیس جمهور آمریکا نمیتونه این منافع رو ازش چشم پوشی کنه. شما نگاه کنید در طول کمپین انتخاباتی خودش آقای ترامپ بارها از عربستان انتقاد کرد، بارها به عربستان طعنه زد، بارها گفت که اینها در واقعه تروریستی 11 سپتامبر دست داشتن، ولی وقتی رئیس جمهور شد اولین جایی که بازدید کرد عربستان بود و از اون موقع موضع به اصطلاح خیلی متحدی با عربستان در این مورد داره. چرا؟ به دلیل که کسی که رئیس جمهور آمریکا میشه باید رهبری این نظام رو که برای خودش در سراسر جهان یک سری منافع و مصالح قائله در دست بگیره و الان این نظام سیاسی فکر میکنه که مصلحتش در اینه که با عربستان متحد باشه. نه اجازه بدین، مسئله اتحاد با عربستان یه نکته است. نه مخصوصا اینه که ببینید آقای ترامپ قبل از که انتخاب بشن راجع به این صحبت می‌کرد که آقا ما بی خود رفتیم جنگ، ما باید مملکت خودمون رو بسازیم، ولی هنوزم جنگی رو شروع نکرده. چرا نکرد؟ نه این تو که شما میگی نیست، از موقعی که ایشون وارد ریاست جمهوری شدن اولا نیروهای آمریکا رو در افغانستان زیاد کردن، ثانیا کمک آمریکا رو به نیروهای کرد و نیروهای مخالف دیگه در سوریه رو زیاد کردن، ثانیا حمایت آمریکا از عربستان در یمن رو به شدت افزایش دادن. این سه موضوع رو نمیتونیم انکار کنیم هست. در این حال موضعی که آقای ترامپ در مورد کره شمالی گرفتن برخلاف نصیحت تیم امنیت ملی خودشون، آقای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه، آقای جیمز ماتیس وزیر دفاع، جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی، مواضع خیلی تند و خصمانه نسبت به کره شمالی بوده که به جز اینکه تشنج رو در شبه جزیره کره و اقیانوس آرام بالا ببره کار دیگه ای نکرده. و این جور موضع گیری ممکنه فقط حالت شعار پیدا کنه، ولی اگر ادامه پیدا کنه در یه مرحله به جنگ میرسه. جناب دکتر سمی، در تمام این 10 ماه عملکرد ترامپ یک ویژگی در شخصیت این رئیس جمهوری هست، بخشی از کارش قوقاسالاری است. بله قبول دارم، چون شومنه. بله درست، یعنی بزرگترین هنر ترامپ در این است که به هر حال مدیا رو خوب میشناسه، میدونه افکار عمومی رو چجوری باید با مسائلی در داخل آمریکا داره که با بزرگ کردن المنهای مثل جمهوری اسلامی اونها رو سعی میکنه که بله. فرصت معامله روشون پیدا بکنه. قبول درسته که ما به طور فرضی داریم مسائل داخلی آمریکا رو از خارج از آمریکا جدا میکنیم، در واقع نیست، ولی در واقع نیست. بله. این یک تقسیم بندی فرضی و اسمی است که من و شما میکنیم برای اینکه قضیه رو بتونیم ببینیم. درست، شما در تمام تحقیقات دانشگاهیتون هم این کارو میکنید. بله، بله، بله. تعریف اسمی میدید، این تعریف اسمی با درست. تعریف حقیقی فاصله داره. درست. مسئله‌ای که باز برمیگردم بهش اینه، من شما و ترامپ، مهم نیست ترامپ کیه، در یک چیز هم‌عقیده هستیم. جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشره، جمهوری اسلامی ظلم به مردم ایران کرده، جمهوری اسلامی دخالت‌های ناروا در منطقه می‌کنه. شما دارید اشاره می‌فرمایید به کمک‌هایی که آمریکا به کردها کرده در سوریه و مسائلی که اونجا ایجاد کرده. بسیار خوب، از این طرف هم ما انکار نمی‌تونیم بکنیم دخالت جمهوری اسلامی رو در سوریه. اصلا یه پای ماجرا اینه، یعنی جنایاتی رو که بشار اسد داره مرتکب میشه، فارغ از اغراقی که رسانه‌های غربی در موردش می‌کنن، یه پای ما هم گیره در اون. بعد درسته، این نظام چرا نباید بره؟ ببینید در این که باید بره شکی نیست. من فکر نمی کنم که اختلاف ما ایرانی ها و یا حتی بقیه جهان در اینه که این نظام به این شکلی که هست باید بره یا نره. به نظر من ما در خود ایران می دونیم که دست کم 80% مردم می خواد بره. در جهان هم حالا علارغم روابطی که جمهوری اسلامی با خیلی از کشورها داره، خب خیلی‌ها میدونن که به هر حال ماهیت این رژیم چی هست. بنابراین اختلاف بر سر این نیست که آیا میخوایم بره یا نره، اختلاف بر سر این که چگونه بره. ببینید ما اگه بخوایم جمهوری اسلامی رو به عنوان نظام سیاسی حاکم بر ایران ورداریم، باید اول راهش رو انتخاب کنیم. راه‌هایی که وجود دارن چیه؟ یکی مداخله خارجیه،
نظیر اونچه که در عراق اتفاق افتاد، لیبی اتفاق افتاد، سعی کردن در سوریه انجام بدن ولی نتونستن تا به حال و احتمالاً هم نمیتونن. یکی اینه. یکی انقلاب توسط مردم در داخل ایرانه، نظیر انقلاب 1357. اونم به نظر نمیسه که مردم در حال حاضر چنین امکان و یا حتی اشتیاقی داشته باشن براش. راه دیگه چیه؟ تنها راهی که میمونه اینه که از درون مردم جامعه مدنی رو روز به روز قوی تر کنن، چون در هیچ کشوری حاکمیت هیچ موقع با مردم کنار نمیاد و به مردم امتیاز نمیده مگر اینکه نیروی جامعه مدنی در تعادل با نیروی حاکمیت بشه. خب نه، ببینید موضوع این نیست که آیا این سال دیگه شدنیه یا 5 سال دیگه شدنیه، موضوع اینه که این یه راهه. ولی هم من و هم شما فکر میکنم یا قبول داریم یا باید بپذیریم که به هر حال در این دنیایی که به صورت دهکده در آمده، این نیست که مردم یک کشور به صورت مستقل یه دهکی در داخل این ده کاملا بتونه همه چیزاشو خودش انجام بده و در این جهانی که اینقدر کوچک شده این رابطه ها و تأثیر و تأثیرها بسیار زیاده. نه اصلا من فرمایش شما کاملا درسته و منم اصلا همچین حرفی رو نمیزنم. اتفاقا ایجاد شبکه های اجتماعی که در سطح جهان هست، از اینترنت و اینستاگرام و تلگرام اینا گرفته، باعث شده که اطلاعات خیلی خوب و خواب را از چشم دیکتاتورا گرفته. خواب از چشم دیکتاتورا گرفته. شما در همین ایران رو نگاه کنید، در همین نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نگاه کنید، الان کار به جایی رسیده که دیکتاتوری جمهوری اسلامی مجبور جواب بده. آقای خامنه ای اومد گفتش که به بسیجا گفتش که شما آتش به اختیار هستید. قوقایی بلند شد در شبکه‌های اجتماعی. عقب نشینی کرد. دو هفته بعد گفت وقتی من گفتم آتش به اختیار در مورد مسائل فرهنگی گفتم، از طریق قانونی گفتم، موضوع خوابید. میگن، البته من نمیدونم، که دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جاسوسه. آقا این در اومده که سه تا از اعضای تیم مذاکره کننده. حالا اون رو من به صورت بازی سیاسی اون طرف میبینم. ولی به هر حال حتی اونم شما نظر بگیرید بس خیلی خرابه. بله واضحه اینه، با چیزی که واضحه اینه که صادق لاریجانی که قبلا به احدی جواب نمیداد حالا میاد خودش دفاع میکنه. یعنی اونجور هم که خیلی فکر میکنن یعنی نیست. تیغ جمهوری اسلامی کند شده. کند شده. خیلی به نظر من کند شده. مقصود من این نیستش که مردم امیدوار بشید که مثلا سال آینده اینجوری میشه. نه. مقصود من اینه که در این راه پر از سنگلاخ و بالا پایین جامعه مدنی ایران پیشرفت های خیلی زیادی کرده. این رو نمیشه. خب آیا زمان نمیشه آیا از همینجا ادامه بدیم بحث؟ با قبول این فرمایش جناب عالی، آیا حالا اگر غرب وارد بشه، اروپا وارد بشه یا آمریکا وارد بشه، الان آمریکا داره این تمایلات نشون میده، چه نقشی میتونه داشته باشه در تشدید این شرایط، در توسعه دادن تا اون لحظه موعود بتونه برای مردم ایران فرا برسه؟ اصلا میتونه نقش داشته باشه یا نه؟ به نظر من میتونه داشته باشه، ولی نظام سیاسی آمریکاش با حاضر نبوده این کارو بکنه. ببینید در سه دوره، در عرض شما 25 سال گذشته نظر بگید، در سه دوره این فرصت بوده که غرب و آمریکا یک نقش مثبت در انتقال به دموکراسی یا حرکت قاطع به سوی دموکراسی در ایران نقش مثبتی رو بازی کنن، ولی حاضر نشدن این کارو بکنن. در دوران آقای خاتمی موضوع گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد، گفتگو بین مردم ایران و آمریکا را مطرح کرد. در می سال 2003 وقتی که آمریکا در اوج قدرت خودش بود، فکر می‌کرد عراق رو به سادگی شکست داده، دولت آقای خاتمی پیشنهاد همه جانبه برای حل تمام مسائل رو به دولت آقای بوش داد. در سال 2005 دولت آقای خاتمی به دولت بوش پیشنهاد محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای ایران کرد که از محدودیت‌های کنونی خیلی بیشتر و سخت‌تره. تمام اینها رد شد توسط دولت آقای بوش. نتیجه‌اش این بود که یه فرد فاسد مختنق دیکتاتور عوام فریب مثل آقای احمدی‌نژاد سرکار و 8 سال پدر مردم رو در آورد.
بعد آقای روحانی اومد. در دوران آقای روحانی، آقای روحانی اولام که اومد، من نمیگم آقای روحانی عالیه، نه، آقای روحانی سابقه امنیتی داره، آقای روحانی در خیلی از چیزا شریک بوده، ولی به هر حال آقای روحانی در این شرایط این واقع‌بینی رو داره، هم آقای روحانی و هم آقای ظریف، که توسعه اقتصادی در ایران بدون روابط درست حسابی با آمریکا و اروپا امکان نداره. بنابراین واسه شما بتونید این توسعه اقتصادی داشته باشید، باید مسائلتون رو با غرب حل کنید. دو تا مطلب داریم دکتر سعیمی. یکی، در تیم آقای روحانی به نظر من شخصیت‌های بسیار قابل احترامی هستن. بعضیشون نه، مثلا آقای پور محمدی اصلا باعث خجالت بود وقتی تو کابینه ایشون حضور داشت. ولی آدمی مثل ملک‌اکبر صالحی، آدمی مثل محمد جواد ظریف، فارغ از شخصیت فردی اونها که بسیار برای من بسیار احترام برانگیزند و من فکر می‌کنم همونقدر که من و شما وطنمون رو دوست داریم، اونها هم وطنشون دوست دارن، نگاهشون و مسیرشون مسیر متفاوتی است. حالا اگر یک مسئله این است که روحانی میخواد با دنیا رابطه برقرار کنه، ولی غیر از روحانی و اصولگراهای یک گروه عظیم دیگری هستن، توده های عظیم مردم که همون 80% هستن که شما قبول دارید، اونها از دست همه اینا به جان آمدن. ولی حالا هم آره هم نه، برید بذارید نه بذارید جمله رو تموم کنم بعد من در بله خواهش می‌کنم بفرمایید. اونها رو چه جوری باید به حرکت در آورد؟ چون تا زمانی که ولایت فقیه وجود داره، این دعوا دست کسانی که مثل روحانی طرفدار بازی‌های سیاسی هستن برای نتیجه گرفتن همیشه خیلی ضعیف‌تر از اون قولتشنی است که اونجا نشسته به نام ولی فقیه. بله. و اینها 40 سال این امتحان رو دادن دکتر سعیمی. چه جوری میشه این 80% رو از ناکارآمدی این گروه و شناعت این گروه نجات داد، ایران رو نجات داد که خواب شما تعبیر بشه؟ اولا درسته 40 سال جمهوری اسلامی سر کار بوده و در عرض این 40 سال انواع و اقسام جنایت‌ها رو مرتکب شده. همونطور که اول برنامه عرض کردم، هیچ کس منکر این موضوع نیست. هر کس منکر این موضوع بشه یا تو خوابه یا در یه دنیای دیگه زندگی میکنه یا مغرضه. ولی در این حال، در عرض این چیز، در عرض این 40 سال، ما پیشرفت جامعه مدنیمون کم نبوده. اصلا انکار پذیر نیست. ببینید، شما در دهه 1370 یا حتی 1380 نمیتونستید راجع به قتل‌های اعدام زندانیان 1367 صحبت کنید. در انتخاباتی که همین چند ماه پیش برگزار شد، این مهمترین موضوع شد، یعنی تبدیل شد به یک بحث در سطح ملی و اینها مجبور شدن بیان از خودشون دفاع کنن. کسایی بودن که قبلا شرایطی بود که اگه شما 4 کلمه راجبش در یه روزنامه می نوشتی 5 سال می رفتی زندان. الان مسئله در سطح ملی مطرح شده. نه خواهش میکنم، هدفم خواهش میکنم، هدفم از این عرضم اینه، به نظر من تنها راهش نیرومند کردن جامعه مدنیه. برای اینکه جامعه مدنی نیرومند بشه، مردم خودشون اول باید بخوان. شما نمیتونید مردم به زور وادار به کاری کنید. مردم ممکنه دل خوشی به عنوان مثال از آقای روحانی نداشته باشن، ولی در همین انتخاباتی گذاشته تجهیز کردن خودشونو که با کسی مثل ابراهیم رئیسی مقابله کنن، با کسی مثل محمد باقر قالیباف مقابله کنن، و برای این نشون دادن که چی؟ نشون دادن که میتونن خودشونو سازماندهی کنن. وقتی انتخابات تموم شد، بلافاصله بعد از که انتخاب تموم شد، من یه مقاله منتشر کردم، گفتم که این انتخاب آقای روحانی آخر کار نیست، اول کاره. مردم نشون دادن که میتونن جلوی اینا وایستن. چون ببینید، سپاه، بسیج، سازمان‌های اطلاعاتی، ارگان‌های اقتصادی تحت کنترل آقای خامنه‌ای و آنچه که من بهش الان سالاس میگم دولت پنهان، ما در ایران یه دولت پنهان داریم، در آمریکا بهش میگن دیپ استیت، من بهش میگم دولت پنهان، همه امکانات اینا تجهیز شده بود که ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهور. ولی همین امکانات شکست خورد. چرا؟ چون مردم متحد شدن. چرا؟ چون مردم به صحنه اومدن. ولی مردم به صحنه آمدن مردم و متحد شدن مردم فقط نباید منحصر به انتخابات باشه. باید این فشار جامعه و فشار مردمی ادامه داشته باشه. خود آقای روحانی در یک از سخنانش قبل از انتخابات گفتش که
این خواستایی که شما دارید امکان پذیره، ولی با رأی 50% یا 51% امکان پذیر نیست. یک رأی بالای خیلی قوی میخواد که من به پشتیبان اونا بتونم یه سری کارا رو انجام بدم. یعنی اگه بخواید راهش، به نظر من، از نظر منی که معتقد به تغییر از داخل هستم، راهی بجز نیرومند کردن جامعه مدنی وجود نداره. جام دکتر سعیمی، بسیار خوشحالم که با شما هستم در این اولین برنامه و در همچین بحث بسیار مهمی. اما بعد از اینکه آگهی‌های بازرگانی تلویزیون پخش شد، میخوام با همدیگه مقایسه کنیم، برگردیم به اواخر سال 1356، نگاه کنیم به عقب نشین‌های سیستم، تغییرات سیستم و موج خروشان ملت، ببینیم آیا این شرایط یه خود با هم دیگه قابل مقایسه هست یا نه. موافقی؟ بله، خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، در اولین برنامه مرغ سحر امروز 15 اکتبر، 48 ساعت بعد از سخنرانی معروف آقای ترامپ در مورد روشن کردن خط مشی و سیاست آمریکا در قبال ایران و برجام، در خدمت آقای دکتر محمد سهیمی هستیم و در دقایق باقی مانده برنامه گفتگوم رو با آقای دکتر سهیمی ادامه میدم. در این حال از تلویزیون خواهش میکنم از همکار ارجمندم، کارگردان فنی برنامه آقای امیر درخشان، درخواست میکنم که تلفن تلویزیون رو روی صفحه بگذارن تا اگر از بینندگان عزیز کسی علاقمند بود که روی خط بیاد و برنامه ما رو ببینه، داره میبینه. برنامه ایست که روز اوله که آغاز شده و خیلی هم در مورد اطلاع رسانیش خود من فعالیتی نداشتم، چون تا آخرین روزها مطمئن نبودم که در این روز بالاخره در این ساعت برنامه پخش خواهد شد. اگر نظری دارید در قبال صحبتهایی که جناب آقای دکتر سهیمی میکنند یا پرسشهایی که من میکنم، شما پرسشها و نظراتی دارید، میتوانید اونها رو شما مطرح بفرمایید. تلفن استودیو هم روی صفحه هست اگر مایل بودید، اگر نه با هم به صحبت‌های آقای دکتر سهیمی گوش میکنید. آقای دکتر سهیمی، یه سوالگونه رو مطرح کردم. من برای اینکه بفهمم در ایران چی میگذره، دیگه خسته شدم از این مقالات سیاسی و اینا. اینا به هم اون حس درک مسائل ایران رو در ریشه و در عمق جامعه نمیده. میدونی چی میخوام؟ بله. نه اینکه بی‌اعتباره، نه، همش هم درسته، تحلیل در مورد برجام، موافق، مخالف، همه اینا. دیروز رفتم یک کتاب فروشی در لس آنجلس، کتاب فروشی کتاب سرا. گفتگوی بین من و صاحب کتاب سرا اتفاق افتاد که برام خیلی جالبه. بذارید این خط رو جواب بدیم بعد ببینیم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید خانم. میتونم با آقای فرزنده صحبت کنم؟ من در خدمتتون هستم خانم، در خدمت آقای دکتر سمیز. درود به شما و درود به آقای دکتر سمیز، خوش آمد میگم. ما دلمون تنگتون شده و خواستم ببینم نقش اسرائیل هم صحبت کنی که چیه. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی آقای دکتر سمیز. ببینید، اگه بخوایم راجع به نقش اسرائیل در این جریان صحبت کنیم که خب بسیار مفصله، ولی در مورد همون اسرائیل هم اگه بخوایم صحبت کنیم، باید اسرائیل رو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی نهادهای نظامی و اطلاعاتیشه، یکی دستگاه سیاسیشه. نهادهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل خواهان بیرون رفتن آمریکا از برجام نبودن. این نهاد سیاسی، یعنی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و حزب اصلا گروه راستگراش که حکومت میکنن، اینا هستن که مخالف برجام بودن، سعی کردن تا جایی که ممکنه جلوی برجام رو بگیرن و حالا یکی از پشتیبانان اصلی این جریان هستن. بنابراین همونطور که در خود آمریکا به عنوان مثال جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، رسما گفت من با خروج از برجام مخالفم. آقای جیمز ماتیس، وزیر دفاع که خودش جنرال 4 ستاره مارین آمریکا است، گفت من مخالفم. مکمستر همینو گفت. آقای رکس تیلرسون همینو گفت. همونطور که در آمریکا بین
دستگاه سیاسی و دستگاه امنیتی در مورد این مسئله اختلاف داریم. در مورد اسرائیل هم همینطوره. اسرائیل هم دستگاه نظامی و امنیتیشون تا اونجا که من میدونم مخالف این کارن. فکر میکنن که برجام به سود اسرائیل بوده، به سود امنیت ملی اسرائیل بوده، ولی این به سود دستگاه سیاسی اسرائیله و لابیش در آمریکا که دنبال این جریان بوده. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام جناب فرزند گرامی. سلام قربان. سلام دوستان، که اولاً که تشکر می‌کنم فقطان همسر گرامی، چون یادشون گرامی باد، خدا رحمت کنه، و از اینکه شما مجدد در تلویزیون عزیزی می‌بینیم خیلی خوشحالم. خواهش می‌کنم. ممنونم، مرسی، خیلی متشکرم. افتخارتون تایم می‌گیرم خدمتتون. خیلی خوشحال شدم زیارتتون و اونجا که این برنامه‌تون تداوم داشته باشه. ممنونم از محبت شما. سپاسگزارم. قربانتون که باشی. قربان شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو، جناب روزنده. سلام قربان، بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. شبتون بخیر. روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که بر اومدین و شروع کردین مجدداً و ما میتونیم به هر جهت ببینیم اتون استفاده کنیم از بحثایی رو که حتما در آینده خواهید انجام داد. منتها بحث من این صحبت من این بود که شما به مسئله یکی از مسائل مهم داخل کشور، مسئله حقوق بشره، مسئله زندانیان سیاسیه، مسائل اقتصادیه که الان واقعا مردم زیر فشار دارن از بین میرن. این مسائل رو اصلا خودشون هم اعلام میکنن که بخشی از مسائل برجام بود ولی اصلا مطرح نشد. تمام فقط مسئله‌ای که مطرح شد مسئله این نوکلیر پاور بود و انرژی اتمی بود و اینها. مسائل دیگه اصلا به کنار رفت، چون اینطور که معلومه آقای به اصطلاح این وزیر امور خارجه ایران آقای خامنه‌ای متقاعد کرده بودن که این کار انجام بشه، اینا هم بودن یه دو همین قصه فقط صحبت دید. ولی مسائل دیگه باز نشد. اینها به کجا میرسه و چه خواهد شد؟ سپاسگزارم. در حقیقت بحثم همه اینه. مسائل داخل ایران که خب قرار نمون جز برجام باشه. مسائل دیگه ای که مخالفان برجام مطرح میکنن برنامه موشکی ایرانه، مداخله ایران در عراق و سوریه است، شاید بهتر بگیم از نظر من حضور ایران در عراق و سوریه است، و مسائلی از این قبیل، حمایت ایران از حزب الله لبنان و اینا. ولی برجام قرار نبود که به اصطلاح اون معامله بزرگ باشه. معامله بزرگ رو آقای خاتمی در سال 2003 با آمریکا پیشنهاد کردن، آمریکا هم رد کرد. اون معامله بزرگ دیگه قرار نبود انجام بشه. برای این اینجا ما فقط راجع به برجام داریم صحبت میکنیم. تمام اون مسائل هست، بله، خب بازه عربستان سعودی که مثلا فرض کنید در عرض 15 سال گذشته 200 میلیارد دلار مدرن‌ترین اسلحه‌ها رو از آمریکا خریده، مایل نیست که جمهوری اسلامی یک برنامه موشکی داشته باشه. میشه راجع به برنامه موشکی من از من صحبت کرد، ولی اگه بخوای با جمهوری اسلامی صحبت کنی و بگی که برنامه موشکی تو باید محدود کنی، مثلا فرض کنید برد موشک‌ها رو محدود کنی که معلوم بشه فقط خالص و دفاعیه، در برابرش باید یه چیزی بدی. یعنی این مذاکره است. ما تضمین‌های امنیتی میدیم، شما هم در عوض چیکار کنید؟ برد موشکاتون رو کوتاه کنید، تضمین بدید که موشک‌های بالیستیک تولید نمی‌کنید. ولی وقتی که شما برجام رو بعد از دو سال به اصطلاح میزنی زیرش، دموکراتیک ترین حکومت دنیا هم بخواد با چنین نظامی مذاکره کنه شد خواهد داشت. از کجا معلوم که اینا به توافق برسن باز دو سال بعد دوباره یه موضوع جدیدی مطرح بشه؟ متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام و درود و دیدن شما از صفحه تلویزیون با خوشحالی زیاد. ممنونم، مرسی. من خواستم که خواهش بکنم که به مسئله‌ای که آقای ترامپ در مورد خلیج فارس رو با کلام دیگری به کار بردند اشاره بفرمایید. سپاسگزارم. ضمن خوشحال مجدد از دیدن شما هستم. ممنونم. بله، این یه موضوع بود که همه ایرانی‌ها رو متحد کرد. حتی آقای رضا پهلوی در نامه‌ای که به آقای ترامپ نوشت گفت همه حرفایی که راجع به جمهوری اسلامی زدی درسته، این موضوع رو فهمید.
گفتش که اسم این خلیج خلیج فارسه، 3000 سال هم هست اسمش خلیج فارسه. خلیج عربی یک کلمه مجعولیه و این کلمه رو فقط کشورهای عرب خلیج فارس استفاده میکنن. آقای ترامپ هم چون میخواد دل عربستان سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس در داشته باشه و مقدار زیادی بهشون اسلحه بفروشه، بعد هم که از ریاست جمهوری کنار رفت سرمایه گذاری بزرگ اونجا انجام بده، خودش دخترش دامادش اینا، خب از این کلمه استفاده میکنه. ولی اینها مسائلی هستن که اتفاقا کل ایرانی ها رو با همدیگه متحد میکنه، یعنی همه ما راجع به این موضوع متحد هستیم که این خلیج خلیج فارسه و از قدیم بوده تا آینده هم خواهد بود. یه چیزی با هم توافق کردیم، بله، مثل این که در زنگ تفریح بود یا نمیدونم رو آنتن توافق کردیم که تمام خطهای تلویزیون در ساعت 5 بعد از ظهر یک شنبه پره، بله، به خاطر حضور جناب عالی. و ما هنوز وارد اصل سخنرانی نشدیم. شما توجه دارین؟ بله. یعنی در زیر ساخت سخنرانی، بله، تحلیل زیر ساخت سخنرانی موندیم. بله. من در این مورد نظری دارم. خواهش میکنم. ولی حالا نمیگم. شاید فردا شب که در خدمتتون وارد اصل تحلیل صحبتش میشیم بند به بند. اون رو اونجا مطرح. اجازه فرمید که خط دیگری رو بگیرم. بفرمید، خواهش میکنم. آقای فروزنده بفرمایید. خانم خواهش میکنم. آقای فروزنده خیلی خوشحالم که به بعد تلویزیون عزیز آمدید. واقعا سپاسگزارم. خیلی ممنون. با خدمتتونم تسلیت عرض میکنم. ممنونم خانم، مرسی. صحبت دیگه نداری؟ ممنونم خانم. اتاق فرمان، بعضی از تلفن هایی که بود به یک باره همش قطع شد. یه دفعه تلفن ها همه غیب شد، نمیدونم چرا، مسئله فنی تلویزیون من باش آشنا نیستم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید آقا، با شما هستم. بفرمایید آقا. سلام عرض میکنم. سلام قربان. میتونم با آقای فروزنده صحبت کنم؟ خودم هستم و در خدمتتون هستم. جناب فروزنده سلام عرض میکنم. سلام قربان. حالتون خوبه انشاءالله؟ الحمدلله. جناب فروزنده، من الان میبینم که شما با آقای صمیمی دارین صحبت میکنین، گوشتون به منم هست؟ یعنی معلومه که گوشم به شما هم هست آقا، من دو تا گوش دارم و خیلی چیزا رو میتونم بازم. خیلی خوشحال هستیم که چهره شما رو در تلویزیون همیشه میبینیم. بسیار بسیار خوشحالم. ممنونم. و دوم این که آقای فروزنده، من به عنوان یک ایرانی وطن پرست، یک ایرانی که کشورم رو دوست دارم، هیچ راهی نمیبینم به جز این که یک کشور خارجی، حالا من نمیدونم کدوم کشور، به ایران به اون چهارراه پاستور به اون جاهایی که خودشون میدونن حمله هوایی بکنن و بسیاری از اینا رو از بین ببرن. هیچ راه دیگه ای نداره. نظر شما رو میخوام ببینم. ممنونم، خیلی متشکرم. شما بالا جناب فروزنده، من که نظر خودم رو گفتم که ببینید این ساده انگاریه که ما فکر کنیم که حالا صرف نظر از غیر قانونی بودنه، صرف نظر ولی از یه نظره، ولی یه نظر، این ساده انگاریه که ما فکر کنیم که مثلا فرض کنید اینا برن خیابون پاستور رو بمباران کنن و چهار تا پایگاه سپاه بزنن، چهار نواب نواب بندازن و همه چی درست میشه. نه خیلی اینطور نیست، به این سادگی ها نیست. ولی این شدت اجازه بدید فشار رو نشون میده. تو قبول، اینو قبول دارم، اینو هیچ کس منکر این موضوع نمیشه. ولی نگاه کنید از 1991 تا سال 2003 12 سال عراق تحت بمباران شدید نیروهای آمریکا بود. آمریکا به تو نه، ولی رژیم صدام حسین نیفتاد. فقط وقتی افتاد که هجوم بردن، وقتی هم هجوم بردن متوجه شدیم که عراق چه بلایی سرش اومد. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فروزنده سلام خانم. سلام عرض. من خواستم به دکتر صمیمی، بله، بگم که پس آقای روحانی احتیاج به 100% رأی دارن تا رأی دارند از مردم ایران تا بتونن کاری انجام بدن. از این حرف غلط نیست که بگم من 50% نمیتونم کاری بکنم.
این همه کشورهای دموکراسی با 56% میتونن کار انجام بدن، حالا ایشون 100% میخوان. یک نکته دیگه اینه که خیلی جمله عجیبی گفتن، گفتن حتی شاهزاده رضا پهلوی هم فهمید. زشته، میلیون ها آدم، من نمیخوام کاری بکنم طرف داره یعنی، ولی آخه زشته به یه نفر بگن که حتی اون هم فهمید که نباید این حرف رو زد. میدونین جمله بهتری هست، واژه بهتری هست برای بیان مقصودشون. میلیون ها میلیون ها پیپل این ایران دوست دارن آقای شاهزاده رو دوست دارن، و بعد اینجوری درباره شون که حتی اون هم فهمید خیلی ناجور بود. مرسی از محبت. سپاسگزارم خانم. ببینید من نگفتم که آقای روحانی 100% احتیاج به رأی داره، گفتم آقای روحانی خودش این رو گفته، ولی در این حال این خانم هموطن عزیز به این نکته توجه نمی‌کنن. در خود همین آمریکا هم وقتی رئیس جمهور رأی خیلی بالایی میاره، میگن رئیس جمهور با این انتخابش صاحب مندیت شد، یعنی مردم آمریکا، اکثریت بزرگ مردم آمریکا میخوان که ایشون این کارو بکنه. مثلا فرض کنید وقتی بالای 60% میگن با صاحب مندیت شده، یعنی این چیز خیلی غیر عادی نیست. ولی من نگفتم که ایشون صد از گفتم آقای روحانی در یکی از سخنرانی، و اینو در رابطه با این گفتم که جامعه مدنی باید نیرومند بشه و مردم نشون دادن که میتونن جامعه مدنی رو سازماندهی کنن و فشار بیارن. در مورد نکته دوم، در مورد آقای رضا پهلوی، مقصودم بحث توهین به آقای رضا پهلوی نبود. من اولا توهین نکردم، قصدم توهین نبود، ولی واقعیت اینه که بنده با 99% کاری که آقای رضا پهلوی میکنن مخالفم. بنابراین در اون چارچوب گفتم، یعنی ایشون هم دارن نامه می نویسن به آقای ترامپ، از آقای ترامپ خواهش میکنن، تقاضای کمک میکنن. بنده با این کار مخالفم. ایشون میرن با رادیو اسرائیل مصاحبه میکنن، میگن اسرائیل بیاد به ما کمک کنه در ایران دموکراسی بشه. بنده با این کارا مخالفم. ایشون خیلی حرفای دیگه میزنن، خیلی ولی الان این مسئله اصلی بحث ما نیست. بله متوجه میشم، من میخوام بگم این موضوع رو من مقصودم این بود که حتی در این مورد عرض کردم، گفتم در این مورد خصوص همه ما با هم متحدیم، همه متحدیم که این خلیج، خلیج فارس، خلیج عربی یا چیز دیگه ای نیست. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقا. از که خدمتتون نزدیک سی و تلویزیونتون میدونم وقت نمیده، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه. نزدیک 37 ساله که تلویزیون رو به عنوان مخالف جمهوری اسلامی تعقیب گوش میکنم، نگاه میکنم، و بالاتر از 30 تا کشور رفتم. وقتی تمام این رو میزنم توی اهم میزنم و اون از ایران رو میبینم، روز معلمین، روز پرستاران، یه روز پارگران، یه روز تمام طبقات، تمام فقرا، خانوما، هرچی میتونید یه درصدی که خود ایران و تمام سروت و تمام از چیز کلی ایران دارن از بین میبرن، هر مخالف. بهتون به تجربه که فکر کنم مدت 38 سال یک راه وجود داره. ما ایرانی ها تیالا دانسانسی ایران دفته برابطون ریزه نمیده از الاز دکای تیمی گروهی ضعیفی، و اینو باید میشه الان تصفیش کرد. اگه ازداشتید بعدم بهتون توضیح میدم چرا این مشکل رو دارم. و اینه که یکی این که تمام این گروه ها هر روز یه گوشه پرستار میزن، اینا میزن، یه روز معلم ها میرن، یه روز اون گروه اون گوشه میزن، تمام گروه ها و قسمت های ایران، تمام شغل های مختلف، گروه های مختلف، همه معترض هست. اینو میتونیم تلویزیون های خارجی تمام هم همه میان به عنوان اعتراض میشنن میگن. حالا یه اشنو من میان به اسم، ولی من مخالفم به یه دلائه، حالا اون اجازه نمیده. دو تا راه بریم خیلی سریع، نه امریکا نه اروپا، هیچ کجای دنیا نمیتونه دقیقا. حالا ممکن این های ترام بیاد چیزایی رو میگه که گاهی قسمت های تنرف ایران باشه، ولی یک راه داره. همین فردا دوز آینده تلویزیون های ایرانی، اونایی که به عنوان مخالف میان به شما، حالا اسم نبیارم مثل بقیه، لطفا بفرم دوست عزیز، دوست عزیز، من یکی بشن به عنوان مخالف که میخوان گروه براندازی کنیم و ایرانی ها رو چیز کنن، اتقاب چیزشون کنن، تشویقشون کنن،
فلان روز همه پرستاران روحا ممنونم از محبتتون و حضورتون در برنامه. به پایان وقت رسیدیم. شرمنده هستم که صداتون رو به دلیل کمبود وقت قطع کردم، ولی یک نکته رو میگم، 30 ثانیه‌ای هم آقای دکتر صمیمی وقت دارن که صحبت بکنن. اگر تمام تلویزیون ها دور هم جمع بشند، اگر ده ها تلویزیون دیگه هم به وجود بیاد که دور هم جمع بشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن جز دادن اطلاع و نظر و خبر. کار تلویزیون جز این نیست. نهایتا این اراده مردم برای تغییره که جامعه رو تغییر میده. در هیچ جامعه‌ای به ضرب و زور تلویزیون‌های متعدد جامعه تغییر نکرده، مگر زمانی که مرغ سحر اونها فریاد آزادی رو سر داده. بله کاملا موافقم جناب فوزنده. بله مهمترین کاری که ما در خارج از کشور میتونیم بکنیم روشنگری و دادن اطلاعات، بقیهش به همت مردم در داخل ایران بستگی داره. و حتی همت ما در جاهایی که میتونیم مؤثر باشیم و مفید باشیم. بله. بر حال برنامه امروز رو که برنامه سختی هم بود، امیر درخشان هدایت فنی کرد و البته رضا کیهان هم با ما بود برای ساعتی. از هر دوی اونها سپاسگزارم. یک بار دیگه وظیفه دارم از آقای نادر درمانی تشکر کنم به خاطر دعوت مجدد من، از آقای پرویز کاردان تشکر کنم به خاطر تلاش برای پیدا کردن وقت و اجرای نظرات آقای درمانی که این کار رو با صمیمیت تمام انجام دادن. از حضور شما تشکر کنم و بگم که من هنوز وارد بحث سخنرانی آقای ترامپ با آقای دکتر صمیمی نشدم، و چون وجود دکتر صمیمی وجود نادر و مغتنمی هست، فردا شب ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس مجددا مهماندار ایشون خواهم بود و قدم به قدم و کلمه به کلمه متن سخنرانی آقای ترامپ رو مورد تحلیل قرار خواهیم داد. برنامه جالبی خواهد بود. از اینکه از این برنامه استقبال کردید از شما ممنونم. تا موقع سحر دیگر شروع به خواندن بکنه، با شما خداحافظی میکنم و به شما بدرود میگم. شام تاریک ما را سحر کن. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. فرامرز فروز ازده هستم. امروز 16 اکتبر 2017 میلادی با دومین برنامه خودم در جومین در تازه ترین دوره همکاریم با تلویزیون اندیشه، برنامه مرغ سحر، در خدمت شما هستم. همکار من که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره آقای بهروز مشکینیار هستند. آقای بهروز مشکینیار یه عمره که آقای بهروز مشکینیار هستند و دیروز در اولین برنامه من به دلیل اینکه به هر حال بدون یاری ایشون قادر نخواهم بود کارم رو انجام بدم، بعد از یک عمری ایشون رو نامشون رو تبدیل به آقای بهروز مشکینیار کردم. بنابراین امروز این رو تصحیح می‌کنم. بهروز مشکینیار دوست قدیمی من کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده دارم. امروز در برنامه ادامه گفتگو خواهم داشت با آقای دکتر محمد صمیمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل انرژی هسته‌ای در ایران به علت سالهای طولانی مطالعه و تحقیق در این زمینه. اما قبل از اون که به اون برسیم چند نکته رو باید خدمتتون بگم. نکته که در دو نکته رو باید اول عرض بکنم. نکته اول که شاید باید با مدیریت تلویزیون و صاحب تلویزیون چک میکردم و بعد این رو اعلام میکردم، بعد فکر کردم نه بذارید کار خودم رو بکنم، ولی جوری انجام ندم که تعهدی و مشکلی رو برای مدیریت و یا صاحب تلویزیون آقای نادر درمانی به وجود بیارم. دیروز در اولین برنامه وقتی که خطها رو باز کردم، بیننده ای آمدن و گفتن که راه حل مسائل ایران رو در این دیدن که تمام تلویزیون ها با هم یکی بشند و قدرتشون رو کنار هم بگذارن تا رژیم جمهوری اسلامی رو بتوانند راحت تر براندازی کنند.
البته من پاسخی به ایشون دادم، این نظر رو رد کردم و گفتم تا زمانی که اراده ملی وجود نداشته باشه 50 تلویزیون دیگر هم اگر به وجود بیاد قادر به کاری نخواهند بود. بعد از برنامه تا امروز مقدار زیادی به این مطلب فکر کردم. دیدم شاید بین نظر من و نظر اون بیننده بشود یک راهی رو پیدا کرد، یک چیزی رو آزمایش کرد و دید. و این رو خدمتتون عرض میکنم، شاید برای اولین بار در تلویزیون های 24 ساعته لس آنجلس این نکته مطرح میشه و دعوت میکنم مدیران تلویزیون های سیاسی لس آنجلس رو قدری به این مطلب فکر بکنن. اون چه که از ایران داره میاد، همونطور که در برنامه امشب با آقای دکتر سمیع مطرح خواهم کرد، من رو به یاد اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 میندازه. بذارید خدمتتون بگم، بدون اینکه شرم داشته باشم، بدون اینکه توبه بکنم، با افتخار عرض میکنم که در انقلاب، در تغییرات دموکراتیکی که خواستار مردم ایران بود، در سال 1357 مشارکت فعال داشتم، مشارکت شبانه روزی، و با ریز و بم اون کار آشنا بودم و آشنا شدم و تجربه پیدا کردم. امروز جای اون بحث نیست. میدونم ممکنه توسط عده‌ای حکم اعدامم صادر بشه، هیچ مسئله‌ای با اون ندارم. من به اندازه کافی عمر کردم و از کسی هم عمر بیشتر رو طلب نمی‌کنم. اما اتفاقاتی که امروز در ایران میافته، گزارش‌هایی که در از ایران میاد، من رو به این فکر انداخته که هی جریان، جریان جدی است، جریان روز به روز تشدید شونده است. و در سال 1300 اواخر 56 و اوایل 57 وقتی کارمندان دولت که یکی از اونها هم من بودم، از یک نمیدونم کل کارمندان دولت 1,200,000 نفر بودن یا 750,000 نفر، نمیدونم الان رقم دقیق به خاطرم نیست ولی میتونم در بیارم که من هم یکی از رهبران اعتصابیون کارمندان دولت بودم در اون سالها، اتفاقی که افتاد این بود که حوادثی که اتفاق می افتاد، یعنی قبل از اینکه ما به خواستای سیاسی برسیم و خواستار تغییرات مناسب حکومتی بشیم، باور کنید در اعتصاب کارشناسان سازمان برنامه و کارمندان سازمان برنامه، معلمان هم همین جور بودند، شرکت نفت هم همین طور بود، تمام سازمان ها اینجور بودند. فکر میکنید خواستای ما چی بود؟ خواستای ما یه مقدار افزایش حقوق بود. خواستای ما این بود که در سازمان برنامه ما مهد کودک داشته باشیم. خواست ما این بود که فرض کنید که رستورانی که داشتیم درش یه تغییراتی داده بشه. خواستار ما این بود که کارمندای پیمانی رسمی بشن. اصلا رنگ و بوی سیاسی نداشت، هیچی نداشت. همه چیز با یک حادثه تغییر کرد و اون روز 13 آبان بود، وقتی که گارد به دانشگاه تهران حمله کرد و یکی دو دانشجو تا اونجا که یادم میاد از بین رفتن و خلاصه دانشگاه مورد تهاجم قرار گرفت، صحنه عوض شد. در روز 14 آبان 1357 سازمان برنامه اولین سازمان دولتی ایران بود که اعتصاب کرد. اعتصاب بعد سیاسی پیدا کرد. این هرمون حرف نادر درمانی است، بارها تو گوش من این رو گفته، بارها تکرار کرده و فکر میکنم باز هم تکرار کنه. میگه مردم برای اینکه شانس بیارن، مردم برای اینکه موفق بشن احتیاج به یک بار شانس دارن، ولی دولت برای اینکه بر سر کار و بر سر خواستای خودش بیسته احتیاج داره که همیشه دست بیاره. خانم ها آقایان، این حرف یک حرف سیاسی نیست ولی یک برداشت درسته. امروز ایران در این شرایطه. نگاه کنید به تعداد اعتصاب‌های مختلفی که انجام میشه، در نقاط مختلف ایران انجام میشه، اما اینها به هم پیوند نخورده. چه باید کرد؟ ما در خارج از ایرانیم، ما در بهترین نقاط دنیا داریم زندگی میکنیم. به فکرم رسید، فقط پیشنهاد کنم اگر امکان داره مدیران تلویزیون‌های 24 ساعته لس آنجلس، آقای نادر درمانی، آقای مهندس امیر شجره، آقای شهرام همایون و مدیر پربیننده ترین تلویزیون اینترنتی آقای سعید بهبهانی،
اینها یه جوری باید با هم کنار بیان، علی‌رغم همه اختلافاتی که دارن و من میدونم خشم بعضی هاشون اگر این پیام بشنون برانگیخته میشه. لااقل در روز 2 ساعت کمیته ای رو به وجود بیارن. این کمیته وظیفه داشته باشه اون چرا که در ایران میگذره منعکس کنه. این حداقل یاری است که ما میتونیم به ایران برسونیم. کارهای پراکنده ما اون قدرت رو نداره. اگر این کمیته به وجود بیاد، اگر عده‌ای از اهل خبره و توانمند و افرادی که حسنیتشون روشن شده باشه در این کمیته به فعالیت بپردازند، شما باور کنید تأثیر شگفت‌آور در تغییرات اساسی داره. این هم برای ابد نیست. میتونن یک دوره 3 ماهه یا 6 ماهه این همکاری رو امتحان کنند و اثرش رو ببینن. اگر بر اثر مثبتی نداشت، خیلی خوب، همه چیز برمیگرده به حالت سابق خودش. فکر کردم این پیام رو باید بدم و بگم که برای اینکه صداهای قوی تری داشته باشیم، برای اینکه صدای قوی تری داشته باشیم، برای اینکه جواب بدیم به این صداهای پراکنده‌ای که از ایران میاد و روز به روز بر تعدادش اضافه میشه، باید دست در دست هم بگذاریم به طور مشروط و به طور محدود. این کار رو باید شروع کرد. اختلافات ما بر سر جای خودش باقی خواهد ماند، اما به خاطر ایران باید کاری کرد. در نکته دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم، خواندن نامه شاهپور رضا پهلوی است که در روز 14 آبان اون رو خطاب به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نوشتند. به نظر من نامه جالب و در خور اعتنایی است و نکات فوق‌العاده اساسی در اون ملحوظ شده. رئیس جمهور گرامی، جناب آقای ترامپ، رئیس جمهور گرامی و منتخب ایالات متحده، سخنان دیروز شما که وضعیت 80 میلیون ایرانی را تصدیق و تایید کرد و به درستی آنها را به عنوان قربانیان رده اول تنها تئوکراسی جهان نام برد، گام مثبتی در جهت جذب بهترین و قویترین متفقین علیه رژیم آخوندی که مردم با افتخار و شجاع ایران باشند می باشد. با این حال همزمان به خلیج فارس که از لحاظ تاریخی معاوضه پذیر نمی باشد، به خلیج عربی اشاره شد که احساسات همان مردم را تحریک کرد، زیرا که ملت ما کوچکترین چالش به تمامیت ارضی ایران را نمی پذیرند. هنگامی که بیش از 3000 سال و از نظر تاریخی به عنوان ایران این منطقه ثبت شده است، تا امروز هیچ یک از پیشینیان شما و دیگر رهبران بین المللی دیگر به نوع دیگری به خلیج فارس اشاره نکردند. سربلندی مردم ایران در تمدن باستانی و غنیان پیوند مشترک آنان بوده است که قدمت هزاران ساله یک ملت چند قومی را حفظ کرده است. همانطور که در طول تاریخ طولانی ما ثابت شده است، اعتقاد به ایرانی بودن است که میراث ما در نهایت ثابت خواهد کرد که ارزشمندترین سرمایه استراتژیک علیه رژیم آخوندی است که در ستیز مستقیم با شهروندان خود مواجه است. در این 38 سال از بدو رژیم آخوندی به رسمیت شناختن تمدن پارس به عنوان پاشنه به تمدن پارس به عنوان پاشنه آشیل نگریسته و تحت پوشش ایدئولوژی اسلام گرایانه ستیز جویانه به طور مداوم و به دنبال ریشه‌کنی و تضعیف تمدن ما بوده است. در عوض هر سال و به هر نوبت و به هر شکلی میراث و تاریخ ما آرمان ملت ما بوده است در تمام طول این 38 سال، چرا که آنها دلاورانه برای رهایی از رژیم میراث ما را به جای دفن کردن جشن گرفتند.
علی‌رغم تمام رنج‌ها و مصیبت‌هایی که به دست رژیم بر علیه ملت ایران و همسایگان ما در خاورمیانه رخ داده است، ما به عنوان یک ملت همبسته به طور انحصاری در دفاع از تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهایمان ایستادیم. در حالی که ما از تلاش دولت ایالات متحده برای مقابله با این رژیم تروریستی قدردانی می‌کنیم، انتظار داریم رهبران و مقامات دولت آمریکا به طور مناسب به مناطق تاریخی و جغرافیایی ثبت شده با نام‌های مناسب خود اشاره کنند. از توجه شما به این موضوع بسیار مهم سپاسگزارم. رضا پهلوی، 14 اکتبر 2017 میلادی. در ادامه برنامه دیشب، چون مسئله مهم سخنرانی آقای دونالد ترامپ مطرح شد، مجدداً از جناب آقای دکتر محمد سهیمی خواستم که تشریف بیارند و در برنامه امشب با من باشند و با هم گفتگو داشته باشیم و گفتگو اونو ادامه بدیم. چون در دیشب واقعاً ما به تحلیل سخنرانی آقای دونالد ترامپ به طور دقیق نرسیدیم که بپردازیم. حالا من میخوام امشب از جناب دکتر سهیمی درخواست بکنم و خودم هم در کنار ایشون خواهم آمد که متن سخنرانی رو یک بار با هم تحلیل بکنیم و جا به جا نکات و نقاطی رو که با آقای دونالد ترامپ میتونیم موافق باشیم یا با آقای دونالد ترامپ نمیتونیم موافق باشیم و در نهایت بتونیم یه تصویر روشنی داشته باشیم که خیلی خوب، حالا این سخنرانی هم انجام شد، مقتدرترین کشور دنیا رئیس جمهورش این موازه رو گرفت، ما چه باید بکنیم؟ امیدوارم امشب به این برسیم. در این حال اگر فرصت پیش بیاد به موقع اعلام میکنم، خطا رو باز میکنیم و مجدداً صدای شما رو خواهیم داشت. یک بار دیگه از تمام تلفن ها و تکس ها و ایمیل هایی که من دریافت کردم در طول میشود گفت 24 ساعت گذشته، از شما بسیار سپاسگزارم. انتظار نمیرفت برنامه با چنین استقبالی مواجه بشه، ولی همیشه مطمئن بودم از لطف شما نسبت به تلویزیون اندیشه و برنامه هایی که در اون اجرا میشه، از جمله این برنامه که دوره جدید فعالیت من در این تلویزیون است. جناب دکتر خوش آمد. خدمت شما جناب فروزنده و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. از صحبت های اول برنامه هم بسیار لذت بردم. نامه آقای رضا پهلوی هم نامه بسیار خوبی بود و ایشون به درستی اشاره کردن که فرهنگ ما، تاریخ ما و وطن دوستی ما مهمترین ذخیره ملی ما در مقابله با دشمنان ماست. خیلی هم صریح بله. نقطه نظرشون رو مطرح کرده بودن با آقای ترامپ بله. و جای هیچ ابهامی نیست که چجوری فکر میکنه در این مورد. من هم تو دیشب گفتم من با آقای رضا پهلوی اختلاف خیلی زیاد دارم، ولی نامه‌شون نامه بسیار خوبی بود. نامه خیلی خوبی بود و امیدوارم که کاخ سفید به این آقای ترامپ، آقای ترامپ اصلا گوش نمی‌کنه. البته اینو خدمت شما عرض کنم که مثلا به عنوان مثال می‌دونیم که مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرینه و آمریکا در قطر یک پایگاه هوایی خیلی بسیار بزرگ داره. وقتی فرمانده‌های آمریکا در اون مقر ناوگان پنجم یا پایگاه هوایی قطر با رهبران کشورهای عرب مکاتبه دارن یا صحبت میکنن، اینا خلیج فارس نمیگن، اینا میگن خلیج عربی، میگن عربیان گلف، که حتی در این مورد اعتراض شد یه بار به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون جواب داد که ما این رو به عنوان خلیج فارس میشناسیم. منتها وقتی که با کشورهای عرب صحبت میکنیم به دلیل حساسیتی که اونا دارن از کلمه خلیج عربی استفاده میکنیم. ولی صحبت آقای رضا پهلوی و شما و کسای دیگه درسته که این اولین باری که یه رئیس جمهور آمریکا رسما این رو خلیج عربی اسمش رو میذاره. البته یه نکته هست قبل از که وارد مطرح بشیم. ببینید این حساسیت کاملا درسته، ولی به نظر من ما باید هوشیار باشیم. روی این حساسیت باید به اندازه‌ای فشار بگذاریم که اصل قضیه گم نشه. وقتی ما نگاه میکنیم تمام سران جمهوری اسلامی، خوب توجه کنید، با یک سیاست ماکیاولیه، چون جمهوری اسلامی قبلا ثابت کرده که اصلا مگه آقای خلخالی نمیخواست خلیج فارس رو بذاره خلیج اسلام، اینو هم شما یادتونه هم من
اونها واقعا اعتقادی به این ارزش ها ندارن، ولی اونها وقتی میان این رو به عنوان، من نمیخوام بگم پیرهن عثمان، به عنوان بهانه‌ای قرار میدن که کل حرفهای دونالد ترامپ رو محوش بکنن و مسیر رو ببرن به طرف استفاده از این احساسات ملی در جهت نام. یه خورده به نظر من ما باید با هوشیاری بیشتری با قضیه مواجه بشیم. به نظر من نامه رضا پهلوی از این نظر نامه هوشیارانه بود، چون اشاره کرده بود به نکاتی که در سخنرانی دونالد ترامپ هست، در این حال این رو به عنوان یک مسئله قابل حل مطرح کرده بود، نه یه مسئله لاینحل که نشه حلش کرد. این رو فقط باید توجه داشته باشیم که وقتی تمام اصولگراها هم و خلیج فارس ها رو دارن سر میدن، یه چیزی ممکنه تو قضیه غلط بره. بله، نیست اینطور بنظر شما؟ بله. البته اینجور چیزایی که شما میدید که در این حال درست هم هست، در خود آمریکا هم هست. شما نکنید همینان سفید پوستا مثلا وایت نشنالیست، مگه اونا چی میگن؟ اونا هم همینجوری چیز میکنن دیگه، اونا هم همینجوری احساسات مردم میخوان تحریک کنن دیگه. یعنی منظورم اینه که تمام دولت ها، تمام رژیم های دنیا در مواقع مختلف برای اینکه از احساسات مردم به نفع خودشون استفاده کنن، از این بهانه درست میکنن که این کارو بکنن. خب برگردیم سر نطق دونالد ترامپ. و چون شما، من روی فیسبوکتون نگاه کردم، دو سه بارم مطالعه کردم، نکته هایی رو مطرح کردید که دونالد ترامپ در واقع خلاف واقع میگه، و نکته هایی هم هست که شما در واقع مواردی که اشاره نکردید و مواردی است که یا نسبت بهش نظری نداشتید یا مورد تاییدتون بود. بله. میخواید شروع بکنید؟ بله، بسیار خوب. شروع کنیم از قسمت اولش. در قسمت اول دونالد ترامپ کلیاتی رو در مورد ویژگی های جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری اون مطرح میکنه، درست میگم دیگه؟ بله درسته. و همونطور که در برنامه دیشبتون با هم دیگه صحبت کردیم، صحبت هایی که آقای ترامپ در مورد کاری که نظام جمهوری اسلامی در گذشته کرده، نقض حقوق بشر، سرکوب در ایران و مسائل دیگه، همه همش درسته. کسی در این مورد شکی نداره. کیه که ندونه در ایران این اتفاقا نیفتاده؟ حتی طرفداران خود به اصطلاح آنچه که من بهش میگم دولت پنهان، این رو قبول دارن، میدونن که خیلی اتفاقا افتاده. منتها همطور که دیشب خدمت شما عرض کردم، پیام مهمه، ولی اون کسی که پیام رو میده اون هم مهمه. در حالی که خود آقای ترامپ یک شخصیت به نظر من نژاد پرست هستن، در حالی که خود آقای ترامپ یک شخصیت زینوفوبیک یعنی ضد خارجی، ضد مهاجر خارجی هستن، در حالی که آقای ترامپ به مقدار زیادی نشون دادن که ضد مسلمان ها هستن، در حالی که خود آقای ترامپ همین چند روز پیش تهدید کردن تلویزیون NBC رو که پروانه کارو ازت میگیریم. چرا؟ چون NBC گزارش داده بود که در ملاقاتی که آقای ترامپ با فرماندهای نظامی آمریکا داشته، خواهان 10 برابر شدن زرادخانه هسته‌ای آمریکا شده و فرمانده ها گفته اصلا امکان نداره. آقای ترامپ هم خیلی عصبانی شده که چرا NBC این گزارش داد و گفتش که پروانه کار رو، وقتی اونه که پروانه کار شما رو در نظر میگیره. وقتی آقای ترامپ خودش اینجوری در دموکراتیک ترین مملکت دنیا که آمریکا باید باشه اینجوری رسانه رو تهدید میکنه، اون وقت بیان این چیزها راجع به جمهوری اسلامی یه مقدار خدشه‌دار میشه. بله، اگه دولت سوئد بیاد این حرفا رو بزنه، دولت نروژ و دانمارک بیاد این حرفا رو بزنن، خب اگه عفو بین‌المللی بیاد این حرفا بزنه، اگه دیدبان حقوق بشر بیاد، کمون که میگن همه اونا درسته، همه هم مورد تایید، کارنامه‌شون هم درسته، کارنامه‌شون هم سفیده، کارنامه‌شون هم مردمیه، ولی نظام سیاسی آمریکا که در همین لحظه که من و شما داریم و هم صحبت میکنیم از رژیم مثل رژیم عربستان حمایت میکنه که وحشتناک ترین رژیمه، این رژیم رژیمیه که
به گفته خانم هیلاری کلینتون در ایمیلایی که فاش شد به داعش و گروه‌های دیگه تروریستی کمک می‌کنه. حرف خانم هیلاری کلینتون. این رژیم رژیمیه که آقای جان کری در ملاقاتی که با رهبران اپوزیسیون سوریه داشت گفتش که دوستان عرب ما کمک کنند. این رژیم رژیمیه که آقای جو بایدن در سخنرانی که در اکتبر سال 2014 در دانشگاه هاروارد کردن برگشت گفتش که وقتی که اختلافات در سوریه شروع شد دولت‌های عربستان، امارات، قطر و ترکیه اعلام کردند که به هر کسی که حاضر باشه با دولت بشار الاسد بجنگه پول و اسلحه و آموزش خواهند داد. و بعد اضافه کرد متاسفانه تنها کسانی که با دولت بشار الاسد می‌جنگن تروریست‌ها هستن و دوستان ما دارن به اینا کمک می‌کنن. خب این یه همچین رژیمیه. خب آقای یعنی می‌خوام بگم که ببینید یعنی عرض من اینه که حرف آقای ترامپ بدونه به توجه به اینکه کی میگه درسته، ولی به نظر من این هم مهمه که این حرفو کی میزنه. فقط این نیست، شما اگه به صحبت آقای خامنه ای هم گوش کنی، آقای خامنه ای همیشه میگه آزادی هست، نمیدونم جمهوریت هست اینا، ولی در عمل میبینیم که چه بلایی بر سر مردم اومده. بله، برگردیم با توجه به آشنایی شما به تاریخ اسلام، برگردیم به جنگ صفین. درست؟ از یه طرف علی ابن ابی طالب بود و از یه طرف هم امرآس بود، فکر میکنم معاویه بود. کی بود؟ اما امرآس رو نبوده، امرآس در مقابل. به هر حال جنگ طول کشید و به پیروزی نرسید. رسیدن به اونجایی که باید حکمیت رو برقرار کنه. از طرف علی ابن ابی طالب، ابو موسی اشعری که آدم پاکی بود، نمازخون بود، درستکار بود، انتخاب شد برای مذاکره و حکمیت. از طرف مقابل امرآس اومد. امرآس یک ماکیاول زمانه خودش بود. آمدن نشستند، وقتی که خواستن حکمیت بکنند اون گفت میدونی چیه، هر دو هم معاویه هم علی ابن ابی طالب اینا به درد نمیخورن، اینا شر به پا میکنن، بیا هر دو اینا رو حل کنیم، با هم دیگه کنار بیایم، حکومت ما به دست بگیریم. خب بکنیم این کارو. ابو موسی اشعری هم فکر کرد که بله، حرف درستی است، به صلاح اسلام هم هست. گفت خب من انگشتر رو در میارم، میگم معاویه رو خلع کردم، تو هم انگشتر رو در بیار، بگو علی ابن ابی طالب رو خلع کردم. گفت خیلی خوب، گفت پس تو در بیار تا منم در بیارم. ابو موسی اشعری اینو گفت و در آورد از انگشتش و خلع کرد علی ابن ابی طالب رو. درست؟ آقای ابو موسی اشعری گفت نه من این کار نمی کنم، نه در نهی بود در نه چی طرفداران علی ابن ابی طالب جنگو باختن. در کار سیاست شما یه نکته رو اشاره کردین که برخلاف این که شما یه دانشمند علم تجربی هستین، جنبه ایدالیستی و فلسفی داشت. بله، خواهش می‌کنم. اجازه میدید توضیح؟ نه خواهش. شما فرمودید در مورد مثلا اگه سوئد بگه، اگه نروژ بگه، اگر عفو بین الملل بگه، خب اینا همشون یه جنبه پاک منزه بی اثر دارن، یا اثری اگر داشته باشن بسیار طولانی و دراز مدته. ما الان با یه مملکت آشفته طرفیم در ایران که باور کنید تعداد اعتصابای کارگری و اینا اصلا از کنترل خارج شده. بله، در جریان هستم. درست؟ بله. خب حالا از این طرف ما دونالد ترامپ رو داریم. دونالد ترامپ نمیخوایم که رو کشور ما بمب بندازه، ولی به عنوان رئیس جمهور آمریکا و آمریکا به عنوان یه قدرت برتر جهانی میتونه در کمک به ما برای تغییر این سیستم و سنگین تر کردن کفه به نفع مردم مؤثر واقع بشه، اگر ما قابلیت بازی در صحنه رو داشته باشیم. کاملا درسته و کسی اصلا نه من نه همفکران من مخالف این جریان نیستیم. یعنی مثلا من همیشه معتقد بودم که ایران با آمریکا باید روابط داشته باشه. یعنی دکتر بذارید قبل از اینکه حرفم رو تایید کنم، تایید کنی یه چیز دیگه بگم، شاید تاییدم نکنی. خواهش می‌کنم. ببین دکتر، اصلا لازم نیست که دونالد ترامپ آدم خوبی باشه.
اونم قبول دارم. اصلا لازم نیست که حقوق مردم جهان رو ما الان باید سر میز مذاکره با این ببینیم چی میتونیم بگیریم برای نجات کشور. اون رو من قبول دارم. بدل اینکه در اون مرحله اگه قرار باشه شما وارد مثلا فرض کنید وارد مذاکره بشید، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ، حالا ما هر نظری نسبتش داریم، از لحاظ حقوقی رئیس جمهور آمریکاست. رهبر نظام سیاسی آمریکاست. بسیار خب. رئیس جمهور اختیارات وسیع داره. و اختیارات وسیع هم داره. و نه در این مورد ببین در این مورد شکی نیست. ولی در همون مقاله‌ای که من توی صفحه فیسبوک من گذاشتم تو وبسایت گویا هست، در همون پستی که در صفحه فیسبوک به یه نکته اشاره کردم، گفتم که در ایران هر موقع شرایط مساعد شده که در رابطه بین ایران و آمریکا یه گشایشی حاصل بشه که به سود مردم ایران و به سود آمریکا هم هست، تندروهای آمریکا جلوشو گرفتن، تندروهای ایران هم جلوشو گرفتن. این واقعیت. شما نگاه کنید در دوران خاتمی اتفاق افتاد، به جایی نرسید. در دوران آقای روحانی با همه حملاتی که با آقای روحانی میکردن، آقای روحانی از خیلی از خطوط قرمز دولت پنهان ایران، سپاه، نیروهای اطلاعاتی، آقای خامنه‌ای رد شدن تا به توافق برجام رسیدن. حالا برجام رو هم میخوان به هم بزنن. ببینید ما اگه قرار انتقاد کنیم که باید بکنیم، باید از هر دو طرف انتقاد کنیم. تحلیلگر کسیه که تمام جوانب رو میگه. تحلیلگر کسی، وگرنه تحلیلگر اون نیست که بیاد عقیده خودش رو راجبه فرض کنید جمهوری اسلامی یا نظام سیاسی آمریکا بگه. تحلیلگر اون کسی که تمام جوانب قضیه رو میگه. بنابراین اگه ما میخوایم انتقاد کنیم، باید تمام جوانب قضیه رو در نظر بگیریم و انتقاد کنیم. میدونید؟ خب ما در آمریکا تندرو داریم، ما در ایران هم تندرو داریم. ما در آمریکا نیروهایی داریم که نمیخوان رابطه آمریکا با ایران خوب بشه، ما در ایران هم نیروهایی داریم که نمیخوان رابطه ایران با آمریکا خوب بشه. وسط اینا ما چجوری باید بازی کنیم؟ این دیگه به عهده جامعه مدنی هر دو کشوره. آمریکا یک کشور دموکراتیکه، بازه، امکان این عمل خیلی بیشتر هست. کمون که شما وقتی به اینترنت نگاه میکنید، که به رسانه ها نگاه میکنید، از همین سخنرانی آقای ترامپ در عرض همین دو سه روزه گذشته صدها مقاله انتقادی اومده بیرون. خب اینجا در ایران جامعه مدنی ما هنوز به اونجا نرسیده. به نظر من نسبت به 25 سال گذشته خیلی نیرومندتر شده، ولی هنوز در کفه ترازو اگر نیروی جامعه مدنی رو قرار بدید و نیروی حاکمیت رو قرار بدید، یا لااقل بخشی از حاکمیت قرار بدید، کفه حاکمیت خیلی خیلی سنگین‌تر و پایین‌تر میره. ولی اونجور هم نبود که ما پیشرفت نداشته باشیم. همونطور که دیشب خدمت شما عرض کردم، الان کار به جایی رسید که این نیروهایی که قبلا خدا رو هم پاسخگو نبودن، الان مجبورن پاسخگو باشن. دروغ میگن در پاسخگوییشون، ولی همین که حس میکنن که باید پاسخگو باشن، خودش نشون میده که جامعه مدنی چقدر نیرومند شده. و به نظرم مهمترین دلیلش هم انقلاب ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی. نمیدونم، من تصحیح کنید اگه اشتباه کنم. فقط رشد جامعه مدنی نیست، یعنی شرایط اقتصادی در ایران، فشاری که بر این جامعه آمده، عدم تعادل. وقتی کارگر یک کارخونه 6 ماه حقوق نمیگیره، دیگه جامعه مدنی نیست. نه، فرمایش شما درسته، ولی ببینید صدای کارگر اعتصابی وقتی به گوش مردم میرسه که یک جامعه مدنی وجود داشته باشه که اون صدا رو منتقل کنه. شما نگاه کنید قبل از انقلاب، قبل از بعد از انقلاب، اون زمانی که اینترنت نبود، شبکه‌های اجتماعی نبود، ممکن بود از اعتصاب هم باشه، ولی خبر به سرعت پخش نمی‌شد. الان شما با سلفونتون به سرعت می‌تونید یه خبر رو پخش کنید. یعنی این شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباطی و اینی که مردم از طریق تلگرام، در ایران 45 میلیون ما مشترک تلگرام داریم. مثلا فرض کنید حتی خواهر من که اصلا سیاسی نیست، با تلگرام با این اون حرف میزنه، همه خبرارو هم دریافت میکنه. عموی هم که فهمیده من رو تلگرام و سلفون هم هر روز هم واسه من 10 تا میفرسته. مقصودم اینه که اینها، همه اینها باعث شده که صدای اون کسی که اعتصاب میکنه به بیرون برسه و به گوش مردم برسه. یه چیز دیگه، آیا زمان حرکت رسیده یا نه؟ ببینید این رو مردم در داخل ایران باید تعیین کنن. آقا مردم تعیین کردن؟ نه ببینید، نه. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید وقتی میگم تعیین کنن، مقصودم اینه که یک حرکت منسجم سازماندهی شده در سطح کشور که مداومه باید چجوری دو؟ خب آره، خب بله، ببینید این اعتصاب هایی که شما میگی که همه هم وجود دارن،
این حلقه ها چجوری باید به هم گره اطلاعات بود؟ سپاه هست، اطلاعات سازمان های دیگه هستن، نیروی انتظامی هستن، اینا نمیذارن که این اصطلاح آیا یه فشار خارجی مزان داره. آیا ما اگر بتونیم از فرصت پیشم ببینه برگردیم یه خورده، من طرفدار اوباما بودم، به نظرم نه اینکه طرفدارش بودم، به هر حال رئیس جمهور فهمیده‌ای بود، آدم با ارزشی بود، آدم دانشمندی بود، آدم آگاهی بود، ولی همین آدم در سال 2009 وقتی سر کار اومد جنبش مردم ایران رو فروخت بر سر معامله احتمالی با جمهوری اسلامی. یعنیش وقتی که مردم 1-2 میلیون ایرانی توی خیابونا بودند مذاکرهش انجام داد، کوچکترین حمایتی نکرد از جنبش. نه نشد دکتر. نه موضوعی قبول داری یا نه؟ نه موضوعی که چیکار باید میکرد؟ فقط حمایت چکار میکرد. نه آخه از جنبش مردم ایران اعلام میکرد. نه. که من خود اوباما اومد گفت صحنه مرگ اون دختر بگو ندارم منو تکون داد، اون رو صفحه تلویزیون دیده بود، ولی در مقابلش سکوت کرد. رئیس جمهوری که من بهش رأی دادم سکوت کرد. این اشکال در کارنامه او هست. نه ببینید حالا این یکی اومده. نه ببینید آقای فروزنده، ببینید به نظر من اشتباهی که یه سری از هموطنان ما میکنن اینه که فکر میکنن که مثلا فرض کنید آقای اوباما که شما بهش اشاره میکنید، ایشون مثلا یک کسی که تو صفحه فیسبوک که من همیشه کامنت میذاره میگفتش که همین فرمایش شما، میگفتش که آره آقای اوباما در موقع جنبش سبز هیچ کار نکرد و به مردم ایران خیانت کرد. نه من این لفظ رو کار نمیبرم. نه متوجه میشم، مقصودم اینه که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان رهبر نظام سیاسی اقتصادی نظامی آمریکا، وظیفش حفظ آنچه که این نظام منافع و مسائل ملی خودش میدونه و گسترش اونا اگر لازم باشه. حالا اگر در این چارچوب اینا فکر کنن که وقتی جنبش سبز اتفاق افتاد حمایت از جنبش سبز به این منافع درازمدت استراتژیک آمریکا در منطقه ضرر میزنه، کاری نخواهن کرد. ببینید این به نظر من خیلی واضحه. من برای شما احترام بسیار زیادی قائلم. این تحلیل خودتون باور داری؟ آره، اتفاقا این حرفی که من همیشه زدم، گفتم که هموطنان ما فکر میکنن که نظام سیاسی اقتصادی نظامی آمریکا دلش واسه مردم ما سوخته. نخیر، اونا دلش واسه خودشون. نه اصلا اونا دنبال منافع و مسائل خودشونن. ببینید برگردیم به همون سال، چه منفعت خاصی ایجاب میکرد که اون شیوه سکوت شکننده تو ام با تأسف رو آقای اوباما داشته باشه؟ میتونست تا یه حدی جلو بیاد و نیامد. بدن اینکه ارزیابیه. ببینید آقای اوباما همینجوری نمیاد حرفی بزنه یا تصمیم بگیره. آقای اوباما یا هر رئیس جمهور دیگه آمریکا مثل آقای ترامپ هر روز صبح، هر روز 365 روز ارزیابی سازمان‌های جاسوسی آمریکا از اوضاع حساس مناطق مختلف جهان رو گوش میکنه و بهش گزارش میده. ارزیابی آقای اوباما در اون موقع به احتمال قوی این بود که درست جنبش سبز جنبش نیرومندیه، ولی جنبش سبز قادر به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست و جنبش سبز دست کم در مرحله اولیه‌اش هدفش هم حتی سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. اصلا در جنبش سبز که شروع شد صحبت از سرنگونی نبود. بله. صحبت از رأی من. بله رأی من. بله دقیقاً. دقیقا. این به مراتب پایین تر از سطح سرنگونی است. بله. که مردم خواستن. بله درسته. بله درست. بله. بعد جنبش بعد یه مقداری رادیکالیزه شد. بله. و وقتی رادیکالیزه شد صحبت از ایران هم اومد، جانم فدای ایران. بله. مطرح شد. بله. در تمام این دوران کاخ سفید سکوت کرد. سکوت که نکرد، البته وزارت خارجه مرتب بیانیه میداد، ولی اگر شما فکر میکنید که اینها میان ببینید همین نکته که شما مطرح میکنید که خیلی مهمه، درس خیلی خوبی باید بشه واسه اون هموطنان ما که فکر میکنن که اگه به طرف قبله واشنگتن نماز بگذارن نمازشون سه برابر ثواب داره و قبوله. آقا جان اینطور نیست.
نظام سیاسی اقتصادی نظامی آمریکا به دنبال منافع کوتاه و دراز مدت استراتژیک خودشه. قبول. در این راستا اگر ببینید در این راستا اگر لازم باشه از رژیم مثل عربستان حمایت میکنه، اگر لازم باشه از انتخابات آزاد در بالکان حمایت میکنه، اگر لازم باشه تحریم بر علیه رژیم نظامی برمه برمیداره و اگر لازم باشه سالوادور آلنده در شیلی رو با یک کودتا در 1973 سرنگون میکنه. بنابراین اینو که ما فکر کنیم که چون مردم بلند شدن اینا حتما من... نه این خبرها نیست دکتر. این توجیه با نهایت احترام برای شما، توجیه سیاست‌های موجود این تئوری شما در مورد همه کشورها میتونه صادق باشه. همینطور هم هست. اجازه بدید. حالا بازی عوض شده. ما یه آدمی رو داریم که هر دوی ما نسبت به سیاست‌های به عنوان دو شهروند ایرانی آمریکایی نسبت به سیاست‌های داخلی او من فکر نمی‌کنم ما در یک مورد هم با اون موافق باشیم. بله درست. درسته. بلد. بدون اینکه با هم مبادله بلد. نظر کرده باشیم. این به کنار. حالا ما یه جنبه دیگه داریم، ما ایرانی هم هستیم، وضعیت کشورمون هم میبینیم، این آقا هم تو کاخ سفیده، ما از این چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ ببینید استفاده از هر کمک خارجی به معنی سرسپردگی نیست. نه قبول دارم، من اینو قبول دارم و در شرایط کنونی به نظر من استفاده مهمترین وظیفه ما، این فقط نظر خودم، من برای هیچ کی صحبت نمی کنم، فقط نظر خودم میگم، در شرایط کنونی به نظر من حفظ برجام و از بین نبردن اونه که فعلا آمریکا این کار نمیکنه. که آمریکایان بینندگان عزیز گفتگو رو ادامه میدیم در مورد برجام، آینده برجام و سایر مواردی که آقای ترامپ بهش اشاره کرده. چجوری میشه با سر میز مذاکره نشست با آقای ترامپ و چجوری میشه امتیاز گرفت به نفع مردم ایران بدون اینکه سرسپرده کاخ سفید باشه؟ با ما باشید. اجازه بدید که آقای دکتر سهیمی، یه تکس آمده از یکی از استادان دانشگاه. بله. من این تکس رو بخونم بعد دنباله بس بگم. بفرمایید. ایشون نوشتن آقای فروزنده، هر موجود زنده‌ای که بتواند کمک به آزادی مردم ایران بکند و مقصودش هم کمک به مردم ایران باشد و هم بدون جنگ جهانی ایران را از چنگ روسیه در بیاورد و برای خودش و کشورش هم منفعتی داشته باشد، من جلوی او زانو میزنم، حتی اگر آن موجود جک ریپر باشد. برای من آخر کار مهم است. خب اگر به نظر ایشون هدف وسیله رو توجیه میکنه، خب ایشون عقیده خودشون رو دارن، ولی من با این حرف موافق نیستم. خب برای اینکه با توجه به وقتی که داریم، امیدوارم آقای مشکینیار عجب مکافاتی شده، آقای مشکینگار، بهروز مشکینگار کارگردان عزیز برنامه، به من بگن که کلن تا آخر برنامه من چند دقیقه وقت دارم که سوالات خودم رو و بحث خودم رو بر مبنای فرمایش ایشون و زمانی که در اختیارم قرار میدن بتونم تنظیم کنم. به اجازه بدید شاه بیت حرف‌های آقای دونالد ترامپ رو من خلاصه کنم و در بیارم. حالا قبل از اینکه آقای فروزنده شما بفرمایید، اجازه بدید که چند نکته رو که من گفتم که آقای ترامپ در این مورد دروغ گفتن رو تند مطرح شما مهمان من بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید آقای ترامپ در سخنرانیشون گفتن که بمب‌گذاری در خوبار عربستان در 1996 کار جمهوری اسلامی بود. این دروغه. بمب‌گذاری کار القاعده بود، نه تنها کار القاعده بود، بلکه اسامه بن لادن واسه این به قول معروف کردیت گرفت. بعد گفتن که حمله به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا با کمک ایران انجام شد. اینم دروغ بود. اینو خالد شیخ محمد که بعداً مغز متفکر 11 سپتامبر بود و اسامه بن لادن طراحی کردن و به دلیل اون حملات پرزیدنت کلینتون دستور داد که هم به سودان حمله کنن، چون اون موقع فکر میکردن که اسامه بن لادن در سودانه، و هم به افغانستان. بله. ایشون گفتن که بعد از اینکه آمریکا به افغانستان حمله کرد، ایران به بعضی از چهره‌های مهم القاعده پناه داد. بخواید دونه دونه بریم جلو. بله بله. برای اینکه این اتفاق عرض میکنم خدمتتون. بعد از اینکه برنامه دیشب پخش شد، عده‌ای از دوستان من به فیسبوک شما مراجعه کرد. بله.
و فرمایشات شما رو در واقع در اونجا امروز کلی وقت گذاشتن و چک کردن. جاهایی با صحبت‌های شما موافقن، جاهایی نیستن. اتفاقا در مورد همین بمب‌گذاری در خبار در عربستان سعودی که در سال 1996 انجام شده، اجازه میدید اون چرا که در براتون بخونم. احمد المقاصیل به عنوان رهبر ارشد یک گروه عربستانی حمایت شده به وسیله ایران که قصد کشتن پرسنل آمریکایی در خلیج فارس را داشت شناسایی شد. مرجع دکتر، یعنی مرجع جناب‌عالی، آن چیزی است که بن لادن گفته که مورد سوال است. داعش در مواردی برای افزایش ترس حتی عملی را که انجام نداده از آن خود میکند. مرجع دکتر truth-out وبسایت truth-out ارگان است و در بالا نیویورک تایمز است. من فکر میکنم که چه گروهی این کار را انجام داده مبهم است، مگر اینکه گزارش رسمی داشت. نخه ببینید، شما در همین مورد اگه پیجش درست بود، نه درست بود که خب داریم بحث میکنیم. وقتی میگن تروت آت، مقصودشون مقاله گرت پورتر تو تروت آت بود. گرت پورتر از خودش که حرف نزده بود، گرت پورتر رفته بود راجع این موضوع تحقیق کرده بود و مقالهش پر از منبعه. نیویورک تایمز مهمترین روزنامه جهانه، مهمترین روزنامه جهان نمیاد همینجوری حرف بزنه. روزنامه نیویورک تایمز انواع و اقسام منابع رو داره، منابع. و در این حال در مورد همین خبر، آقای لوی فری که اون موقع رئیس اف بی آی آمریکا بودن، سالها سعی میکردن که این موضوع رو بچسبونن به ایران و بیارنش به دادگاه. و دولت کلینتون با وجودی که تحریم کامل بر علیه ایران برقرار کرد در 1995، یا تو ماشه تحریم اقتصادی دولت کلینتون برقرار کرد، مانع از این کار شد. گفت چرا؟ به دلیل اینکه دولت عربستان به دولت کلینتون اطلاع داده بود که این کار القاعده است و ما نمیخوایم این موضوع پیگیری بشه. بدانید که اگر پیگیری بشه، نقش القاعده و نقش پایگاه نیرومندش در عربستان روشن میشه و این به ثبات کشور ما چیز نیست، خوب نیست. این موضوع خیلی روشنه. اگر اینها میتونستن در این مورد، ببینید، من نمیخوام کسی تعبیر کنه که مثلا من دارم از این دفاع میکنم، نه، من گفتم تمام حرفایی که راجع به جمهوری اسلامی میزنه درسته. حقوق مردم پایمال کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده، فساد هست، همه چیز هست، دیکتاتوری، همه اینا رو من قبول دارم، ولی لزومی هم نداره که ما دروغ بگیم. چیزهایی رو نباید به کشوری نسبت بدیم، اونم کشور من، که میدونم درست نیست. میگه که ماموران ایران بمبگذاران تانزانیا و کنیا رو تعلیم دادن. اصلا اینجور نیست. پرزیدنت کلینتون به خاطر حمله به سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا دستور بمباران کمپ‌های القاعده در افغانستان و دستور بمباران یه محلی در سودان که فکر می‌کردن اسامه بن لادن اونجا هست رو داد، که وقتی رفتن سودان رو زدن، به اشتباه یک کمپانی داروسازی رو زدن که تعداد زیادی کارگر اونجا کشته شدن. من از اون دوستی که اینو نوشته دعوت می‌کنم برن تو اینترنت اینو چک کنه. یا مثلا میگن که وقتی که القاعده آمریکا به افغانستان حمله کرد، بعضی از سران القاعده به ایران فرار کردن. این درسته، من تو مقالم گفتم این درسته، منتها نیمه دومش هم نمیگن. نیمه دومش چی بود؟ وقتی که اینا فرار کردن در ایران دستگیر شدن، زندانی شدن و آقای پورترگاس که رئیس CIA در اون زمان بود اینو تصدیق کرد. منتها سال 2002 اتفاق افتاد. سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد، رهبران مجاهدین در دست نیروهای آمریکا در عراق بودند. جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که زندانیان القاعده رو با رهبران مجاهدین مبادله کنن. اونا حدود 150 تا از به اصطلاح عوامل القاعده رو در ایران داشتن. میگفتن ما اینا مبادله میکنیم، شما اونا رو به ما بدید، محاکمه‌شون هم میکنیم هر جور که بخواد. آمریکا قبول نکرد و بعد چه اتفاقی افتاد؟ یکی از مهمترین رهبران القاعده رو که در اون عملیات دستش، خالد اوده محمد بن حربی، اینو تحویل عربستان داد. بقیه عوامل القاعده هم تحویل کشورهای خودش داد. اینی که میگن چیز اصلا دروغ این موضوع. اینا تو ایران بودن ولی دستگیر شده بودن. میگم آقای پورترگاس رئیس CIA تصدیق کرد همون موقع که اینا در ایران زندانی هستن.
و نمیگن که اینا میخواستن مبادله کنن، متوجه شید؟ یا میگن که یا میگه که الان ایران با القاعده و طالبان در ارتباطه. شواهدش کو؟ القاعده دشمن شیعه هاست، طالبان دشمن شیعان. فقط در مورد القاعده که هیچ گونه گزارشی وجود نداشت. در مورد طالبان نیویورک تایمز یک ماه پیش گزارش داد که بعضی از عوامل طالبان با دولت ایران در ارتباط بودن، نه تنها ایران بلکه روسیه. حالا دلیلش چیه؟ یعنی اگر این مطرح درست باشه، بله اگر درست باشه دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی واضحه. داعش که در عراق و سوریه داره شکست میخوره، بعضی از پایگاه خودش رو به افغانستان منتقل کرده و روسیه که متحد ایرانه فکر میکنه که خطر داعش بسیار بیشتر از خطر طالبانه. به همین دلیل اینا ظاهرا با طالبان ارتباط برقرار کردن. جمهوری اسلامی هم به تأسیس از اینا ظاهرا با اینا یه سری ارتباط داشته. دلیلش اینه. میدونی یعنی شما هیچ انتظار داشتین که در یه برنامه تلویزیون فارسی زبان یه گروه فکت چک وجود داشته باشه؟ نه. مقاله شما رو بخونن، ترجمه کنن و جاهای دیگه و جاهایی که باهاتون موافقن یا مخالفن نظر بدن. اتفاقا من از این موضوع بسیار بسیار استقبال میکنم، چون من همیشه گفتم هیچ موقع حرف کسی رو قبول نکنی، برید به منابعش نگاه کنی، برید منابعش چی میگه. در بحث دیگری که شما مطرح کردین در مورد حمله به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا، بله دوستان من که این فکت چک رو روی مقاله شما کردن نظرشون اینه. دکتر تا اندازه درست میگوید. چهار نفر از پیروان بن لادن به جرم کشته شدن 302 نفر در بمباران‌های سفارت ایالات متحده در کنیا و تانزانیا در سال 1998 متهم شدند. بله متهم شدند. اما ترامپ گفت که این پیروان به وسیله ایران آموزش دیدند. آیا ما مطمئن هستیم که آنها به وسیله ایران تعلیم دیدند یا نه؟ آخه اینا عوامل القاعده بودند. شما واسه که این رو تایید کنید باید نشون بدید که دست کم اون موقع ترامپ. یعنی شما باید نشون بدید که در اون موقع القاعده با جمهوری اسلامی رابطه داشته. بله. القاعده دشمن ایرانه. شما چطور میتونید تصور کنید که اینا به عوامل این به اصطلاح القاعده چیز کردن؟ میگم به خاطر حمله به سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا، به افغانستان حمله شد، به سودان هم حمله شد. میدونید؟ یعنی این وقتی من میگم یا حالا نکات دیگه ای هست که یه نکته هست فقط سریع بریم برای اینکه میخوام برگردم به این بحث دیگه، خطا رو میخوام باز کنم ولی نمیدونم میرسم یا نکته دیگری که شما گفتید در مورد دروغ‌های دونالد ترامپ در این سخنرانیش و این گروه فکت چک که دو سه نفر از استادان دانشگاه هستند که با من همکاری میکنن این رو گزارش تهیه کردن براتون میخونم که کمک ایران به القاعده و طالبان. این دوستان نوشتند که دوستان تا نظرگاه سیاسیشون با شما خیلی اختلاف داره. این هم دروغ است. هر دو گروه تروریستی از شیعیان به خصوص ایران متنفرند. هیچ گونه سندی درباره کمک ایران به القاعده وجود ندارد. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد. این نوشته این منه البته. بله. که اگرچه طالبان از ایران متنفر است ولی روسیه و ایران هر دو با آنها در تماس هستند. به هر حال وقتی اینها چک کردن بله نظری رو که شما دارید تایید دارن. بله این چیزی بود که من نوشتم. بله. ولی این روزنامه تنها منبعی بوده است که چنین ادعایی را کرده است و هیچ گونه سندی درباره آن وجود ندارد. قطر متحد غرب و کشوری که در آن آمریکا و بریتانیا هر دو دارای پایگاه هوایی بزرگ هستند با طالبان روابط دارد و به آنها اجازه داده است که در آن کشور دفتر داشته باشند. در اینجا مرجع‌های دیگری هست، فقط به گفته دکتر سهیمی نیویورک تایمز نیست. چگونه ایران به طالبان افغانستان کمک می‌کند؟ این مطلب اشاره کردن که باید بریم به سایت های دیگه و اون رو مطالعه کنیم و هنوز نمیشه نظر قطعی در این. اگر سایت های دیگه ای هست من خیلی خوشحال میشم واسه من بفرستن که من بخونم. من براتون میفرستم چون من مقالات سیاسی من مثل مقالات علمی منه. در مقالات علمی باید واسه هر ادعایی که داریم منبع داشته باشی. خب دکتر با توجه به بحث بله خواهش میکنم این نمونه کار بله بله درست بله. ببینید شاه بیت حرف های دونالد ترامپ کجاست؟ به نظر من وحشت
غرب وحشت آمریکاست به خاطر عمدتاً امنیت اسرائیل از موشک‌های دوربردی که قابلیت نصب کلاهک اتمی رو اونها هست. ایران هم که حالا بازی اتمی رو از دست داده میخواد این یکی رو از دست نده، داره مقاومت میکنه. دارم خلاصه میکنم ازمون چون شما پاسخ هر دو رو بدید و بعد خطا رو باز کنم. در مقابل سپاه پاسدارانه، عجیبه برای من در همین صحبت‌های آقای ترامپ و بعد دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران به عنوان یه نهاد تروریستی شناخته نمیشه، بلکه سپاه پاسداران به عنوان یه نهاد حامی تروریست شناخته میشه. این دوتا با هم خیلی فرق داره. دلیلش ببینید، دلیلش این بود. هر دو رو توضیح بدید. بله ببینید، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با تروریست خواندن سپاه مخالفه. جنرال آمریکا اینو بارها گفتن که اگر سپاه پاسداران رو سازمان تروریستی اعلام کنین، اولا تمام نیروهای ما در خلیج فارس اینا دیگه نمیتونن ارتباط با هم برقرار کنن و هر جو سپاه رو ببینن باید بزنن. دقیقاً. ثانیا در این مورد که شما چه سازمانی رو میتونید تروریستی اعلام کنید، توافق بین‌المللی داره، وجود داره. بر طبق این توافق بین‌المللی نیروهای مسلح یک کشور رو شما نمیتونید به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنید. برگردیم سر، با توجه به وقت دکتر، برگردیم سر مسئله. بله. ایران چه باید بکنه در این معامله؟ به نظر من ایران اگر یه دولت خردمند ملی هم داشته باشه در منطقه خاورمیانه نمیتونه خودشو خلع سلاح بکنه. میتونه؟ نه، مسلمه. ببینید، در حالی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه حدود 300 میلیارد دلار به عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس اسلحه فروختن، موشکای قدیمی ایران که اینا همش کپی مال روسیه و کره شمالیه، هیچه. اینا فقط واسه ترسوندنه و اینا کاملا دفاعی هم هست. این موشک ها کاملا دفاعیه. من یادم موقعی که مذاکره هسته‌ای بود، آقای تقی‌زاده که سلطنت طلبن و خیلی هم چیزن، یه مقاله نوشتن توی بی بی سی فکر کنم یه جای دیگه بود که گفتن که در مورد مسئله موشکی همه توافق داریم، مسئله موشکی مسئله دفاع کشور، همه توافق داریم که ایران در مورد ایشون نظرات خیلی روشنی داره. برای گفت این چیز دفاعیه. مگه ما یادمون نیست که در موقع زمان جنگ ایران و عراق چقدر ایران تحت حملات موشکی عراق قرار گرفت؟ قصدم جسارت نیست، ولی 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اجازه بدید که اگر که بیننده میخواد روی خط، بینندگان عزیز در وقت کوتاهی که در اختیار داریم از آقای مشکینیار درخواست میکنم تلویزیون تلفن استودیو رو روی صفحه بذارن، تلفن 818 301 8000، تلفن 818 301 8000. اگر بیننده‌ای پرسشی داره و نکته‌ای داره که میخواد مطرح کنه میتونه روی خط بیاد. بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام. سلام. من میتونم یه سوال داشته باشم؟ معلومه که میتونید. خواهش میکنم. سوال من از جناب دکتر سعیمین هستش که آیا خانواده بن لادن در ایران زندگی میکردن یا نه؟ متشکرم. مرسی. زندگی میکردن و همونطور که من در مقالم گفتم، پسر بن لادن، سعد بن لادن در ایران بود. بله. و ایران پیشنهاد کرده بود که اینها رو مبادله کنن، ولی آمریکا قبول نکرد. ایران اجازه داد که سعد بن لادن از ایران خارج بشه، اینو تو مقالم گفتم، و بعدم کشته شد در سال 1998، در سال 2005، معذرت میخوام 2007 کشته شد، متوجه؟ ولی یادتون باشه روز بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 آقای جورج دبلیو بوش اجازه داد که اقوام بن لادن که در آمریکا زندگی میکنن، در حالی که فرودگاه های تمام آمریکا بسته بود، آقای جورج بوش اجازه داد که یک هواپیمای مخصوص بله این خانواده بن لادن و اقوام بن لادن همه رو از آمریکا خارج کنه. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما. بفرمایید. سوال از آقای دکتر سعیمی که فرمودن اختلافات زیادی با نظرات شاهزاده دارن، ممکنه چند مورد از اونا رو لطف کنید بیان کنن؟ متشکرم. بنده اصولا آقای رضا پهلوی رو به عنوان یک رهبر ملی قبول ندارم، خیلی روک بگم. اصولا بنده با نظام پادشاهی، حالا هر نوعش باشه، مخالفم. دوران نظام پادشاهی در ایران تموم شده. متشکرم.
بینندگان عزیز، این صحبت آقای دکتر سهیمی به اندازه کافی شر به پا میکنه. شما اجازه بدید که یک برنامه دیگه ای رو با حضور ایشون از اول اختصاص بدیم به ایجاد این شر و گفتگوی خلاصه خشن، ولی برنامه امشب از وجودشون در مورد پرونده انرژی هسته‌ای و بحثایی که دو جلسه کردیم بیشتر استفاده کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام. سلام. شب شما بخیر. شب جناب علی هم بخیر. جناب فروزنده. بله. الو. بله بفرمایید، فرمایشتون بفرمایید. از حضورتون تمام کلک ها زیر سر خود آمریکان. بله. و به امرو از آقای مصطفی دانش با حامد کرزای مصاحبه میکرد، با اون یکی رئیس جمهور افغانستان و اینا میگفتن اسامه بن لادن و تمام اینا، اینا خودشون سیتیزن امریکا هستن و اگر بخواد با یه بشکن همه اینا رو کلکش کندن و اگر بخواد خوردارم ظرف یه بشکن خرارشش میکنه. سپاسگزارم، امیدوارم زودتر این بشکن رو بزنن. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر جناب علی، بفرمایید. یک تونی ممنونم از محبت جناب فرزنده. اول خوشحالم که تشریف بودید توی برنامه دو مرتبه اندیشه. خیلی متشکرم. برای ما شنیدن گفته های شما واقعا ارزش داره. سیاسی هستی تو کار سیاسی میکنی، ولی چرا ما باید فرار کنیم از شخصیت، از شخصیت انسانایی که پدرشون، پدر بزرگشون دارای نامی بودن؟ ولی ما همچی همون سرسری شما برام گفتید بعده برنامه دیگه، من حرفی ندارم، ولی چون من سر خط بودم دلی میخواستیم دیگه. چرا باید هر دوی شما یه شاهزاده ای را رضا پهلوی تصور کنید؟ به خصوص یه ها که با شاهزاده و شاه و همه مخالفه. خیلی خوب، طرف پدر داره، پدر بزرگ شاه بوده. الان آقای دکتر محمد، اگر شما تحصیلاتتون زحمت کشید ساله های سال عمر گذشت تا شدید دکتر، اگر یه فرد عادی بیا به شما بگه مبدا، شما نمیگید من دکتر محمدم؟ آخه چرا باید ما اینجور خودمون رو خراب کنیم به خاطر هیچی؟ والا حضرت شاهزاده، شاهزاده، حالا شما شاه نخونش، ولی شاهزاده. خیلی ممنون. خواهش میکنم، اجازه بدید من به جای دکتر سمی پاسخ بدم از زبان خود شاهزاده. شاهپور رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی صریحا اعلام کرده است که هر کسی به هر نامی که بخواد میتونه من رو خطاب بکنه و من هیچ جنبه توهین‌آمیزی در خطاب کردن مردم نسبت به خودم نمیبینم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر، بفرمایید. اولا که خیلی تبریک میگم تو بازگشتتون رو به تلویزیون اندیشه. ممنون، مرسی. من خواستم بگم که با نظرات دکتر سهیمی 100% موافقم. عربستان و اسرائیل هیچ هدفی جز تقسیم ایران ندارن و تقسیم ایران هم برای هیچ کنوم از ما ایرانی ها یه آرزو نباشه، به خاطر اینکه واقعا چیز بدی خواهد بود. همین نظر من است. ممنونم، متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فروزنده. بله. با عرض تشکر که به تلفن من جواب میدید. من تربیت شدم که به معلمینم و به دکترهایی که من رو معالجه میکنن و از مرگ نجات پیدا میکنم احترام فوقلاده داشته باشم. اما نه همه معلمی. معلم کسیه که تمام سطوح اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، نماد یک تاریخ ملی رو محترم بشماره. من بدین سبب برای این آقا که روبرو شما نشسته کوچکترین احترام. شما توضیحتون رو بدید من به عنوان مجری حرفم بزنم بعد شما توضیح. ببینید، من بسیار متاسفم، واقعا متاسفم. من شخصیتی رو آوردم در برنامه
که تعداد شبیهش در جامعه ایرانی در کل ایران داخل و خارج به تعداد انگشتان دست نمیرسه. درباره موضوع بسیار مهمی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده و ایشون هم هیچ توهینی نکرده، گفته من رژیم پادشاهی رو قبول ندارم، آقای رضا پهلوی رو هم با نظراتش مخالفم. بینندگان عزیز، آخه این جامعه کی میتونه جلو بیاد؟ ببینید آقای فروزنده، ببینید شما اگر هر کدوم از ما، من حداقل 31 سال در آمریکا زندگی میکنم، بابا اگر این تلویزیون های آمریکایی رو نگاه بکنید، شما هر شب اگه برنامه آقای کولبرت رو در شبکه CBS ساعت 11 و نیم شب نگاه بکنید، چیزی برای آقای دونالد ترامپ باقی نمیگذاره. بله. ولی فردا هم خورشید طلوع میکنه، هم دونالد ترامپ در کاخ سفیده، هم او فقط یک شومنه. همین. اگر این رو فرا نگیریم، به نظر من همه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی اگر اینقدر سعه صدر از خودشون نشون ندن، ما کماکان عقب موندیم و امیدی هم برای رهایی نخواهیم داشت. بفرمایید. اجازه بدید آقای فرزند یه نکته هم به فرمایشات خود شما اضافه کنم. چون من می‌خواستم همین مسئله کولبر و بیل مار و اینا رو بگم که هر شب دارن با آقای ترامپ بدویرا میگن. ببینید این شما بدویرا نگفتید. من با کمال احترام آقای رضا پهلوی بندم حاضر نیستم بهشون بگم شاهزاده رضا پهلوی، دلایل خودم دارم. خود آقای رضا پهلوی هم که شما گفته بنده هیچ مسئله‌ای باشه. اصلا میگه به من بگین رضا پهلوی؟ بله. منتها یه موضوع، یه نکته دیگه هم هست که این خانم هموطن ما که من مطمئنم این خانم خودش رو طرفدار شماره یک دموکراسی و آزادی و حقوق بشر اینا میدونه، اینو متوجه نمیشه. شرکت در بحث سیاسی، شرکت در مسابقه محبوبیت نیست. بنده نیومدم اینجا یه چیزی بگم که شنوندگان شما خوششون بیاد. بنده اومدم اینجا عقاید خودم رو بگم. این عقاید من بر مبنای فعالیت سیاسی من در عرض 40 سال گذشته، مطالعات من، کار من، مقالات من، کتابایی که خوندم و اینا هست. من نمیدونم چه چیزی بگم که کسی خوشش بیاد. من اومدم عقاید خودم میگم. یه عده موافقن، خیلی خوبه. یه عده مخالفن، اونم خوبه. بنده هیچ حرفی ندارم. کمون که رفتن مقاله منو فکت چک کردن به قول شما، با هم دیگه راجعش صحبت کردیم. هیچ مسئله من با این موضوع ندارم. بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. تشکر میکنم از اینکه در این فرصت کم پذیرفتید با هم بودیم. همه ما میتونیم بر سر عقاید خودمون باقی بمونیم. یک ایران خوب آینده، ایرانی قاب خاتم برای همه عقاید و نظرات جا درش هست و به هیچ وجه یک ایران یک طرفه نیست. ایران یک طرفه مثل آخوندیزم یک طرف است، یعنی هیچ فایده ای نداره، هیچ قدمی به سوی آزادی این جامعه بر نداشته. بینندگان عزیز، هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر روز یک شنبه و بعد روز بعدش دوشنبه ساعت 7 شب در خدمت شما هستم. از اینکه نمیتونم به خطای شما پاسخ بدم پوزش میخوام. از آقای بهروز مشکینیار متشکرم، از جناب آقای دورمانی متشکرم که این برنامه متفاوت رو در واقع اسپانسر شدند. در واقع این برنامه‌ای است که ایشون خواستند روی آنتن بیاد و هم عقاید برنامه ساز رو میشناختند و هم نوع مهمانانی رو که این برنامه ساز معمولا از وجودشون استفاده میکنه. شما در بیان نظراتون آزادید، هر نظری که دارید لطف کنید اون رو کنار نگذارید، حتما با مدیریت تلویزیون جناب آقای پرویز کاردان و جناب آقای دورمانی اون رو مطرح کنید. تا هفته آینده روزها و ساعات خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. شب بخیر.